عمدتاً. Good evening from the Health Education Campus of سلام به شما از دانشگاه کیس وسترن یونیورسیتی با شما هستم. من کریس فالکس هستم از فاکس نیوز و شما رو دعوت می‌کنم که اولین مناظره امسال رو بین دونالد ترامپ و جو بایدن ببینید. این مناظره رو اینطور تعریف شده که بخش‌های 15 دقیقه‌ای خواهد داشت و من سوال‌هایی از نامزدها خواهم کرد. هر دو طرف با این قوانین موافقت کردند. باید این رو بگم که موضوعات مشخص شده. من به شما اطمینان میدم که هیچ کدام از این سوال‌ها با کمیسیون‌های انتخاباتی در میان گذاشته نشده. ما قوانین دستورات بهداشتی رو که به همه شده اینجا رعایت می‌کنیم. هر دو کارزار توافق کردند که در شروع این مناظره دو طرف دست نخواهند داد. از حضار خواهش می‌کنم که ساکت بمونند، دست نزنند، هو نکنند که شما بتونید تمرکز کنید و بشنوید که نامزدها چه میگن. حالا دعوت می‌کنم از آقای ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه و نامزد حزب دموکرات جو بایدن. چطوری؟ حالت خوبه؟ مرسی. آقایون، خیلی ها منتظر امشب بودن. بذارید شروع کنیم. بخش اول ما در مورد دیوان عالی هست. آقای ترامپ، شما مری کونی بارت رو نامزد کردید که جایگاه قاضی کونزبرگ رو بگیره. گفتید که این وظیفه شما هست که این نامزد رو معرفی بکنید. آقای بایدن، شما گفتید که این حق نداشته که پرزیدنت این کار رو انجام بده و گفتید که از قدرت سوء استفاده کرده. چرا فکر میکنید که هر دوی شما در این بحثی که مطرح کردید دارید درست میگید؟ و نکته مهمتر این که فکر میکنید عدالت کجا قرار داره اینجا؟ شما آقای ترامپ شروع کنید. خیلی متشکرم کریس. من خیلی ساده بهت بگم، ما برنده انتخابات شدیم. انتخابات هم پیامدهایی داره. ما سنا رو داریم و مجلس نمایندگان رو داریم و حالا یک نامزد بسیار بسیار عالی داریم. از نظر آکادمیک، از نظر دانشگاهی، از هر نظر که نگاه کنیم عالی هست و بعضی از بهترین حمایت کننده های او افراد خیلی سرشناسی هستند که از او حمایت کردن. من فکر می‌کنم که قاضی بسیار عالی خواهد بود و حتی بعد از انتخابات هم وقت زیادی خواهد بود که نشون بده که چه شخصیت عالی هست. به خوبی هر قاضی که در این دادگاه در گذشته خدمت کرده مورد احترام بسیاری از افراد سرشناس در این حیطه هست. بسیاری از دانشگاه‌ها، استادهای دانشگاه‌های سرشناس و معتبر، و ما قطعاً این حق رو داریم که او رو معرفی کنیم. و در ضمن باید بگم دموکرات‌ها تنها فرقش اینه که اگر اونا در این چنین فرصتی داشتن از این فرصت حتما استفاده میکردن. مشکل اینه که اونها انتخابات رو نبردن، بنابراین در چنین موقعیتی قرار نگرفتن. بنابراین اگر اونا هم جای ما بودن همین کار رو میکردن. بنابراین ما برنده انتخابات شدیم و این حق رو داریم که نامزد معرفی کنیم. ممنونم آقای ترامپ. و همین سوال از شما آقای بایدن. دو دقیقه وقت. اول از همه متشکر هستم. من خوشحال هستم که آقای پرزیدنت امروز با شما مناظره بکنم. مردم آمریکا این حق رو دارند که انتخاب بکنند قاضی دیوان عالی رو، و این انتخاب وقتی میفته که رأی میدم به رئیس جمهور آمریکا و یا به اعضای کنگره آمریکا. اما الان این امکان رو نخواهند داشت، برای اینکه ما الان در میانه یک انتخابات هستیم. کارزار انتخاباتی شروع شده. ده ها هزار نفر رأی خودشون رو از همین الان دادن. برای این اتفاقی که باید بیفته اینه که ما باید صبر بکنیم. باید صبر بکنیم ببینیم نتیجه انتخابات چه خواهد بود. و این تنها راهی است که مردم آمریکا میتونن دیدگاه خودشون رو ابراز کنن از طریق انتخاب کسی که به عنوان رئیس جمهور برمیگزینن و کسی که به عنوان معاونش برمیگزینن. اون چه که الان اینجا مهم هست اینه. رئیس جمهور گفت
گفته که میخواد از قانون تأمین بهداشتی این قانون رو لغو بکنه. او الان در دادگاه عالی داره سعی میکنه قانون تأمین بهداشت رایگان رو لغو بکنه، یعنی محروم بکنه 20 میلیون نفر رو از داشتن بیمه رایگان اگر همین الان این قانون کارش به دادگاه بکشه. و من حالا مخالف شخص اون قاضی نیستم، آدم خوبی هم هست، اما او قبل از اینکه الان انتخاب بشه گفته که مخالف قانون تأمین بیمه بهداشتی رایگان هست. فکر میکنه که خلاف قانون اساسیه. اگه او به این دیوان عالی بره مخالف حقوق زنان هستش، برای اینکه مثلا بعضی از زنان اگه باردار باشن نمیتونن درست شغل بگیرن و شاید بعضی از زنان مجبور بشن که پول بیشتری رو بدن. اما ولی وقتی ما قانون تأمین بیمه رایگان بهداشتی رو از تصویب گذروندیم این رو از بین بردیم، اما حالا خیلی ها از این حق محروم میشن و صدها هزار نفر از اون بیماری های پیش‌زمینه ای که خواهند داشت این یه دلیل خواهد داد که شرکت های بیمه اون پولشون رو ندن. اگر پرزیدنت ترامپ انتخابات رو برد و ما باید صبر بکنیم تا زمانی که رای گیری بشه. 100 میلیون نفر افراد هستن که از قبل شرایطی داشتن، بیماریایی داشتن، ولی قاضی گینزبرگ که خیلی دقیق مشخص گفت در یک مقطعی 10 سال پیش کم و بیش گفتش که یک رئیس جمهور و سنا انتخاب شدن برای یک مقطع خاص زمانی، مثلا رئیس جمهور برای 4 سال انتخاب شده. بنابراین ما سنا رو داریم و رئیس جمهور رو داریم و در این مقطع خاص که ما این وظیفه رو داریم یک فرصتی هست که این قاضی رو مشخص کنیم. من رو که برای 15 سال انتخاب نکردم. من نمیدونم شما از کجا میگین. مشکل بزرگی که شما دارین اینه که شما میخواین 180 میلیون نفر این حرف شما حقیقت نداره دارن رو میخواین این حق اونها رو لگدمال کنید. صبر کنید، این الان شروع بحثمونه. آقای اول از همه او بهتر از هر کس میدونه که من طرح پیشنهادیم چی بوده. طرح پیشنهادی من این بوده که ما قانون تأمین بهداشتی رایگان رو توسعه بدیم. یکی از بحث‌های بزرگی که ما با 23 نفر از همکارانمون داشتیم وقتی من نامزد حزب دموکرات شدم این بود که گفتن که بایدن میخواد که هر کسی بخواد بیمه خصوصی هم داشته باشه. که شما گفتین این برنامه‌ای نیست که تو خواهی داشت. این حرف دروغه. حزب تو اینو نمیگه. و شما حرف یک دروغه. الان شما خدمات بهداشتی سوسیالیستی میخواین. من همین الان من نماینده حزب دموکرات هستم. اون چیزی که من میگم اون چیزی هستش که حزب دموکرات میگه و اون چیزی که من تایید کردم حرف حزب دموکرات هست. اتفاقی که خواهد افتاد فراموش نکنید. 200,000 نفری که به خاطر بیکفایتی دونالد ترامپ مردن چند نفر از اونها میتونن داشته باشن؟ الان از که 7 میلیون نفر به بیماری بحران بیماری کرونا رو گرفتن. اگر الان شما هزاران نفر اعضای نیروهای مسلح ما رو اجازه دادین که بمیرن به خاطر اینکه شما به فکر اونها نبودید. برای اینکه شما خیلی دیر اقدام کردین. قضیه از چین شروع شد. شما نمیخواستین که اگر شما بر سر قدرت بودین خیلی صبر کنید. من به عنوان مجری میریم سراغ بحث کووید بعدن. بذارید من حرفمو تموم بکنم. نکته اینجاست که رئیس جمهور مخالف اون قانونی هستش که اجازه یه سخت جنین رو به زنان میده و اون هم میتونه به دادگاه بره. بنابراین این مسئله هم هنوز عین تکلیف نشده. شما از کجا میدونید؟ کی گفته اینا؟ برای اینکه کی گفته؟ برای اینکه هست، برای اینکه در دادگاه این پرونده شون اتفاق در زمینه در حال افتادن نیست. ما اصلا اظهار نظر نکردیم راجع به این قانون. ما خیلی امشب حرفا داریم که بزنیم. صبر کنید. در مورد بیمه سلامت خیلی خوب دیوان عالی گفته که یک پرونده ای رو بعد از انتخابات خواهد شنید که در 18 ایالت ممکن هست که طرح تامین اجتماعی اوباما رو بردارن. ما می‌خوایم خدمات بهداشتی خوب ارائه کنیم به ملت.
در طول 4 سال گذشته شما قول دادید که این طرح که معروف به اوباما کر شده اون رو بردارید و حالا چرا این طرح رو دارید که چرا؟ نه اجازه بده من از اون بخش انفرادیش اون رو حذف کردم. این خیلی مهمه برای اینکه بدترین قسمت اوباماکر همین بود. بدترین قسمت خیلی خوب من از جو میخوام بپرسم. این بدترین بخش اوباماکر رو ما حذف کردیم. ببینید من مجری این برنامه و اجازه نمیدم که وسط سوالای من بپری. در طول این 4 سال هیچ وقت یک طرحی نیاوردید، یک طرح مبسوط که جایگزین اوباما کر بشه، جایگزین اون طرحش، و حالا میخواید یک فرمان اجرایی رو امضا بکنی که عملا کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند رو ممکنه محروم بکنه. برنامه شما چیه برای قبل از هر چیز؟ الان من فکر کنم دارم با تو مناظره میکنم به جای اینکه با اون مناظره کنم، ولی حالا اینجا بحث نمادی نیست، هیچ اینجا نمادی نیست. من میخوام قیمت‌ها رو کمتر کنم. کاری کردم قیمت‌ها رو طوری کم کردم که هیچ رئیس جمهوری در طول تاریخ ما با شرکت‌های دارویی همچین کاری نکرده بوده. قیمت‌ها رو 80-90% قیمت دارو کم کردیم. ایشون وقتی که در دولت بود میتونست این کار رو بکنه ولی نکرد. تمام کارهایی که ما کردیم، این حرفش درست نیست. یه مثال بهت میزنم، این اوباماکر داشت خانواده رو نابود میکرد. من دارم با قیمت رو چنان پایین آوردم، چنان ارزون کردم. داروها الان، داروهایی که دکترها تجویز میکنن، ما الان اجازه نمیدیم که برن از کشورهای دیگر این دارو. این خیلی مهمه. خیلی ممنون. اجازه بدید بریم و همین رو از آقای بایدن بپرسیم. شما گفتید که باید یک گزینه عمومی وجود داشته باشه برای جایگزین کردن طرح و اینکه شرکت‌های ببخشید سوالمو این چیزی نیست که حزبش میگه راستی اینو گفته باشم. اینکه میخواد در نهایت که دولت طرح اونهایی هستش که انقدر فقیر هستند اون وقت میتونن مدیکید رو داشته باشن و این رو مجانی بگیرن، به غیر از ایالت‌هایی که استادارشون نمیخوان به آدم‌های فقیر بهداشت رایگان بدن. کسی که بتونه بهداشت رایگان داشته باشه به صورت خودکار هم میتونه در اون گزینه عمومی ثبت نام بکنه. اکثریت مردم آمریکا همچنان این گزینه رو نخواهند داشت. این اول از همه. تو موافقت کردی که قبول داشتی که برنی ساندرز یک مانیفستی داشت که میخواست سوسیالیزه کنه. من نمیام گوش بدم. واقعیت اینه که من روی برنی ساندرز برنده شدم. من برنی ساندرز رو برنده شدم و الان رو در روی این آقا اینجا ایستادم. پوکاهانتس هم دو روز دیگه. فقط تنها کاری که بلده بکنه اینه که فقط ببینید واقعیت اینه. من خیلی خوش شانس بودم، تو هم خیلی خوش شانس بودی و امروز من اطمینان حاصل خواهم کرد. ببینید گوش کن. واقعیت اینه، هر چی که تا الان گفته تا الان دروغ بوده. من اینجا نیومدم که بگم این داره دروغ میگه. همه میدونن که آدم دروغگویی هستش. من فقط میخوام اطمینان حاصل بکنم که تو نفر آخر کلاست بودی. من میخوام اطمینان حاصل. ببینید این بلد نیستش بذاره من حرفمو تموم بکنم. می‌دونی اصلا کارش همینه. برای اینکه ببینید این آدمی نیست، اصلا نه در جای درسته نه در زمان درسته. تو موافق بودی با برنی ساندرز روی این برنامه‌اش؟ ببینید ما هیچ مانیفستی نداریم. اول از همه، دوم از همه، ببینید تو فقط چپ ها رو ول کردی، اومدی گفتی تو موافقت کردی با برنی ساندرز، راجب همه چیز با هم توافق داشتی. اصلا تو میدونی واقعا میدونی چی داری میگی؟ بذاری من بهت بگم، این آدمی نیست که اصلا طرفدار آدمهایی باشه که نیازمند بهداشت رایگان باشن. برای اینکه آدمی هستش که همین الان باعث شده 10 میلیون نفر از حق بهداشت رایگان به خاطر کارفرماشون محروم بشن، به خاطر رکود اقتصادی که ایجاد کرده. 20 میلیون نفر هستن که الان میتونن بهداشت رایگان داشته باشن و این میخواد حق از اونا سلب بکنه. این الان شاید تو چش شما نگاه بکنه و به شما بگه که من میخوام این حق از شما محروم بکنم، اونها اجازه انتخاب بدن. این اصلا بلد نمیدونه چیکار بکنه. ما مشکل رو حل کردیم. هرگز طرحی ارائه نداده. شاید تو نمیدونی ولی شما هر دو دارید همزمان صحبت میکنید. اوباماکر خوب نیست. ما بهترش کردیم.
و من خیلی زود یه بخش اصلیش رو که از همه بدتر بود حذف کردیم، بخش اون بخش حذف کردیم. حقیقت نداره، همینه همینه. حتی نباید بهش بگن اوباما کر. اونا من باید این گزینه رو به مردم میدادم، آیا این رو خوب اداره میکنیم یا بد اداره میکنیم. ولی اگه بد اداره میکردیمش تقصیر از ما میبود. من اینم فکر میکنم اینجوری گفتم مشکلی نیست که هر قد هم خوب اوباما کر رو اداره کنین، در نهایت یک فاجعه است، زیادی گرونه. بنابراین ما میخوایم از شرش خلاص بشیم، اما یه لحظه یه لحظه، اما یه چیزی میاریم که ارزونتر باشه. سر وقت قطعتون بکنم، اجازه بدید. خب. که این هیچ طرحی برای بهداشت رایگان نداره. این فقط یه سری حرفایی میزنه که به خیالات خودش هستن، اما قدرتش رو نداره. قیمت دارو رو پایین نیاورده، این وعده رو داده که میتونه قیمت رو بیاره پایین ولی محقق نکرده. مثل همه حرفایی که میزنه، طرحی نداره، ایده‌ای نداره، برنامه‌ای نداره. این مرد اصلا نمیدونه راجع به چی داره حرف میزنه. خیلی خوب، میخواستم از شما سوال بکنم آقای بایدن. اگر جمهوری خواهان در سنا پیش برن و قاضی بارت رو تایید بکنن، یه حرفایی بوده راجبه این که اجازه ندین توی سنا این اتفاق بیفته. شما میگید که رئیس جمهوری نباید این کار رو بکنه، ولی خب همزمان آیا فکر میکنید این درسته که همکاران شما این کار رو انجام بدن؟ میتونیم بعدم روش، آیا میخواید به مردم آمریکا امشب بگید؟ آیا میخواید مانع این مسئله بشید؟ هر موضعی که من بگیرم این نکته خواهد بود، اما واقعیت اینه که مردم آمریکا باید حق داشته باشن. شما باید برین و رأی بدین، برین رأی بدین و بذارین سناتورها بدونن که نظر شما چی هستش. الان رأی بدین، اطمینان حاصل بکنین که سناتورها بدونن نظر شما چی هستش. من جواب شما رو نمیدم، برای اینکه سوالی که شما دارین میکنین، سوالی که شما خفشو چقدر این چقدر اصلا واقعا این بخش رو تموم کردیم، بریم بخش دوم. واقعا چه حرف بزن، حرف خودتو بزن، همینجوری هی فقط دهنتو تکون بده. خیلی خوب، بحث دوم ما کووید 19 است که مطمئنم بحث خیلی مهمیه برای هر دو شما. بیا جدی باشیم یه خورده. ما 7 میلیون مورد ثبت شده در آمریکا داشتیم و 200,000 نفر مردن، بیش از 200,000 نفر. حتی بعد از اینکه ما واکسن رو تولید بکنیم، ممکنه ماها یا سالهایی باشه قبل از اینکه بتونیم به جایی برسیم که بتونیم اسمش رو عادی بذاریم یا نرمال بذاریم. سوال من برای هر دو شماست، اون کاری که تا اینجا کردیم و اون چیزایی که گفتید که در سال 2021 به بعد میکنید، چرا مردم آمریکا باید به شما اعتماد بکنن بیشتر از رقیبتون که این مسئله رو بتونید بهتر باهاش کنار بیایید؟ سوال اول برای شما، 2 دقیقه. امیدوارم بتونم بدونم که بخواست حرفم بپره. همونطور که گفتی 7 میلیون نفر مبتلا شدن. ما 4% جمعیت دنیا رو داریم، اما 20% مرگ و میرهای ناشی از کرونا رو. 40,000 نفر در روز دارن به کرونا مبتلا میشن. علاوه بر اینها بین 750 تا 1000 نفر در روز میمیرن. وقتی به ترامپ گفتن که این تعداد دارن میمیرن، گفت همینی که هست، برای اینکه تو چنین آدمی هستی که هستی. این رئیس جمهور هیچ طرحی نداره، نگفته میخواد چیکار بکنه. تمام وقت از فوریه میدونست چقدر این بحران کرونا جدی بود، میدونست که یک ویروس کشنده است، اما چیکار کرد؟ نوارش هست، گفت نمیخواست مردم دچار اضطراب بشن، برای همین واقعیت رو بهشون نگفت. اون دچار اضطراب شد، مردم دچار اضطراب نشدن. علاوه بر اون دیگه چیکار کرد؟ ما گفتیم که بازرسان ما در چین باید بتونن برن تو ووهان، خودشون برن ببینن چقدر ویروس خطرناک هست. اون حتی از رئیس جمهور چین نگفت و نخواست که این کارو بکنه، برعکس گفت چین داره چه کار خوبی انجام میده. بهشون گفت ما به چین و چین
شکرگزار هستیم که انقدر با ما شفاف هستین. اون موقع چی کار کرد؟ هیچ کاری نکرد. سب کرد. هنوزم که هنوز طرحی نداره. من از چند ماه پیش گفتم که ما دقیقاً باید چی کار انجام بدم. و دوباره چند ماه بعد، یعنی دو ماه پیش گفتم چی کار باید بکنیم. ما باید تمام لوازم و تجهیزات حفاظتی رو بدیم. ما باید بتونیم طبق مصوبه کنگره به مردم کمک بکنیم، به کسب و کارها کمک بکنیم، بذاریم مدرسه ها باز بمونن. اینا تو باید از اون انباری که هستی و از اون گلف کورسی که هستی بری در کاخ سفید کارتو انجام بدی. دموکرات ها جمهوری خواه رو دور یه میز جمع بکنی تا بتونی پول بدی کمک بکنی به حفظ جان مردم. اگر ما بخواستیم حرفتو گوش بدیم، الان کشور باز میموند به همه میلیون ها نفری که وارد میشدن، میلیون ها نفر کشته میشدن. این تقصیر چینه، نباید اتفاق میافتاد از اول. اونها این تقصیر چین بود. اما وقتی صحبت از تعداد میکنی، تو نمیدونی چند نفر تو چین کشته شدن، تو نمیدونی چند نفر تو روسیه کشته شدن، تو نمیدونی چند نفر تو هند مردن. بنابراین این آمار اینو بدون، من مرز رو به موقع بستم و تو گفتی که این نژاد پرستیه، این خارجی هراسیه. صبر کن. تو فکر نمیکردی که ما باید مرزمون رو ببندیم؟ برای اینکه کار خیلی بدی می بود اگه مرزا رو می‌بندیم. اما من خیلی زود مرز رو بستم، همونطور که دکتر فاوچی گفت. پرزیدنت ترامپ هزاران نفر رو نجات داد. خیلی از فرماندارای دموکرات شما گفتن که پرزیدنت ترامپ کار خیلی عالی کرده. فرماندارای دموکرات گفتن که من کار عالی کردم، بیشتر اونها گفتن. و حتی کسانی که لزوماً طرفدار من نبودن از من تقدیر کردن، گفتن پرزیدنت ترامپ کار خیلی عالی کرده. ما ماسکا رو بهشون دادیم، تجهیزات رو بهشون دادیم، ونتیلاتورها رو بهشون دادیم. و حالا تنها چند هفته با واکسن فاصله داریم. افراد کمتری دارن میمیرن، افراد کمتری دارن مبتلا میشن، خیلی خیلی کمتر دارن میمیرن. کار خیلی خوبی کردیم، خیلی خوب عمل کردیم. تنها کسی که فکر میکنه که من کار خوبی نکردم به خاطر فیک نیوزه، به خاطر این اخبار دروغیه، برای اینکه اونا به تو پوشش خوب میدن رسانه، ولی برای ما پوشش بد میدن. شما هرگز نمیتونستی، تو اگه جای من بودی همچین کار خوبی میتونستی بکنی. من بلدم کارمو درست انجام بدم. من میتونم کارو تکمیل بکنم. خب در موارد قبلی همیشه خوب کار نکردی. H1N1 رو یادته؟ H1N1 فاجعه شد. یک فاجعه شد. H1N1 هزار نفر مردن. نه 200,000 نفر. سارس رو یادته؟ خیلی خیلی بذارید جواب. هیچ کس نیست. نه، ما اقتصاد رو نخوابوندیم. این اقتصادیه که تحت ریاست جمهوری او بود. او این اقتصاد رو خوابوند. دلیلی هم که خوابوند اینه. اونایی که شما تو خونه هستین دارین این برنامه رو تماشا میکنین، چند نفر از شما دیدین که میز خالی، صندلی خالی کنار میزتون بود برای اینکه عزیزتون به خاطر کرونا از دست دادین؟ چند نفر از شما مادر یا پدرتون رو از دست دادین و نمیتونستین حتی قبل از اینکه فوت بکنن باهاش صحبت بکنین؟ اگه تو سر قدرت بودی خیلی خیلی بیشتر میمردن. عزیزان شما خیلی خیلی بیشتر این قضیه. اما خود دستیار بهداشتیش گفت ما میتونیم 200,000 نفر بین الان تا آخر امسال از دست بدیم به خاطر کرونا. بعد این برگشت یه ماسک رو گرفت بالا، گفت اگه همه ماسک بذارن ما میتونیم نصف این جمعیت رو از دست ندیم. ولی این بحثی که راجع به واکسن میکنه، معلومه ما طرفدار واکسن هستم. من به اون اعتماد ندارم. ما به دانشمندان اعتماد داریم. تو به فایزر و جانسون جانسون هم اعتماد نداری؟ بریم از این بحث، بریم راجع به سوال های که در مورد آینده است. دو تا سوال دیگه میخواستم بپرسم در مورد آینده. اول صحبت کنیم آقای ترامپ، شما بارها با فرماندارها مخالفت کردید در مورد راهکارهایی که برای مقابله با کرونا داریم. گفتید در تابستان قبل از اینکه واکسن به عموم برسه، شما گفتید که ما درست نمیدونستیم داریم چیکار میکردیم. ولی دکتر سلاوید مسئول تیم شما هم همینو گفت. اونم به این کمپانی ها شرکت کردم، صحبت کردم و اونها به من چیز دیگری گفتن، چون افرادی مثل ایشون میان قضیه رو سیاسی میکنن. اما من با فایزر صحبت کردم، با همه افرادی که در این شرکت ها دستن در کار هستن، جانسون و جانسون صحبت کردم و همه اینا گفتن که خیلی سریعتر آماده میشه. مسئله سیاسی نیست. برای اینکه من نمیدونم، بنابراین دارید میگید من با اون مخالفم. برای من
کار میکنه؟ ولی نگفتش که اینجوریه، گفت ممکنه تا اون موقع، ولی خب او گفت که قبل از اینکه واکسن به دست اون برسه ما پاسخ رو قبل از اول نوامبر داشته باشیم، ممکنه بعدش باشه. ما به محض اینکه آماده بشه تحویلش میدیم، توزیعش میکنیم. ارتش آماده است، ارتش ما آماده است که سربازا رو اعزام کنه 2000 تا در روز. این همه آدمی هست، این همه آدمی گفت که بحران کرونا 6 ماه پیش از بین میره، وقتی گفت هوا گرم بشه مثل این معجزه بحران کرونا میره. این آدمی بود که گفتش که مایه ضد عفونی به خودتون تزریق بکنید. من با شوخی گفتم، اونو با طعنه گفتم. ببینید واقعیت اینه، این آدم داره راجع به واکسن حرف میزنه. هر شرکت معتبر دارن میگن شاید بشه تا آخر امسال یک واکسن تولید کرد. بعد گفتن که توزیع این واکسن تا اواسط سال آینده انجام نخواهند شد. اگه ما تازه تا آخر امسال بتونیم واکسن رو تولید کنیم، امیدوار باشیم که بتونیم. ما خیلی زودتر از اون واکسن خواهیم داشت. همین رو بگیرم ازتون بپرسم، گفتید که عموم نمیتونن اعتماد بکنن به آقای ترامپ. اون امشب هم همین گفت. شما معاونتون سناتور هریس گفتن که این اقدام جلوش گرفته میشه. اگر همونطور که میدونیم که مردم نگران هستن در مورد واکسن و علاقه هم خیلی ها علاقه ندارن که این واکسن رو، آیا شما هم میخواید به این ترس دامن بزنید؟ شما از او پرسیدین، شما خودت سوال کردین، اون داره فشار میاره رو دانشمندای خودش. ولی سناتور هریس گفت نمیتونید اعتماد بکنید. شما میتونی اعتماد بکنید به دانشمندا. کامالا هریس اینو نگفت. گفتن بله، اون کاری هستش که ترامپ خواب سعی میکنه که انجام بده، اما هزاران دانشمند هستن مثل همین دانشمندی که توی همین بیمارستان هستن که برای اون کار نمیکنن، کارشون وابسته به این آدم نیست. اونها کسایی هستن که من با دانشمندایی که مسئول این قضیه هستن صحبت کردم، گفتن خیلی زود واکسن رو خواهیم داشت. واقعا یک لحظه باور میکنین؟ شما یک لحظه باور میکنین حرفایی که این داره به شما میزنه؟ با توجه به همه دروغایی که گفته در مورد کرونا، هنوز هم که هنوزه نگفته، اذعان نکرده که میدونست چقدر بحران کرونا خطرناک خواهد بود. 6 ماه پیش این رو میدونست ولی به شما این رو نگفت و خودش هم گفت نوارش وجود داره. نمیدونم، شاید به بازار بورس نگاه کرد یا دچار استراب شد، ولی واقعیت اینه که خیلی میمیرن و خیلی بیشتر از این میمیرن اگه این یک ذره باهوش نباشه. تو گفتی باهوش؟ تو رفتی به دلاور ولی فراموش کردی کجا هستی؟ تو خودت با پایین ترین نمره ها از دانشگاه خودت فارغ التحصیل شدی. بس دیگه. ببین جو، چیزی درباره تو نیست که بشه بهش گفت باهوش. بذاریم ما یه جای دیگه این بحث داشته باشیم. اگر تو مسئول این قضیه می بودی وقتی که من مسئولیت بودم، اگه تو با این بحران روبرو می شدی وقتی که من بهترین اقتصاد تاریخ این کشور رو داشتم. میریم سراغ اقتصاد در بخش بعدی می رویم و اقتصادم خیلی سریع برمی گرده. برسیم به این که چطور به این ویروس رو باش کنار اومدیم. تا حالا دوتای شما رویکردهای متفاوتی داشتید و خب مشخصا تأثیر میذاره که در آینده چطور ما میخوایم با این ویروس کنار بیایم اگه هر کدوم از شما رئیس جمهور شید. مثلا میخوام برم سراغ باز کردن شرایط. آقای بایدن، شما خیلی رغبتی نشون ندادید به این که باز بکنید اقتصاد رو و مدارس رو. چرا؟ یعنی که اون طرحی نداره. اگه من رئیس جمهور بودم میدونستم برنامه چی هستش. شما باید به کسب و کارها این امکان رو بدید که پول بازگشایی رو داشته باشن، باید بتونن لوازم بهداشتی رو تامین بکنن. ببینید میشه یک لحظه فقط خفشه. ببینید نانسی پلوسی و شومر اونها برنامه دارن، این حتی حاضر نیست با اونها ملاقات بکنه. جمهوری خواه حاضر نیست با اونها در سنا ملاقات بکنه، همش میره تو میره گلف بازی میکنه. احتمالاً تو بیشتر از من گلف بازی میکنی جو. این سوال باز کردنش شما میخواد که همه اقتصادو ببنده و من میخوام اقتصادو باز کنم و نمیخواد. صبر کن جو، بذار یه لحظه ساکتت کنم. یه لحظه میخواد کل کشورو ببنده، میخواد کشورو تعطیل کنه برای اینکه چیزی نمیدونه. ما وقتی بستیم برای اینکه مجبور بودیم چون چیزی راجع به بیماری نمیدونستیم.
و خیلی افرادی که مشکلات دیگه دارن مثل بیماری قند و غیره خیلی حساس هستن، ولی خب تا الان یاد گرفتیم، خیلی چیزا رو یاد گرفتیم راجع به این بیماری. افراد بیشتری اگر شما بخواید اقتصاد و بحث نگه دارین، در خیلی از شهرها، در خیلی از ایالت‌ها مردم بیشتر لطمه می‌بینن. طبیعتاً خیلی از این فرماندارای دموکرات میخوان کشور بسته بمونه تا بعد از انتخابات. من میخوام جواب بدم. شما در مورد این که اثر ماسک در مانع شدن بر انتقال ویروس رو شما بارها سوال کرد، مورد سوال قرار دادید، آیا هنوز هم براتون ابهام آمیزه؟ با ماسک نداشتم. ببین اینجا ماسک من اینجاست. ماسک میتونی داشته باشی وقتی که لازم باشه. آره، امشب به عنوان مثال همه کسی که اینجا هستن ماسک بستن، ماسک زدن فاصله گذاری اجتماعی هست. من خودم ماسکمو میزنم وقتی که لازم باشه. آها، بذارید یه سوال. مثل اون هر دفعه که میبینین ماسک داره، در هر دفعه صحبت میکنه، هر دفعه میبینینش یه بزرگترین ماسکی که من تو عمرم دیدم و زده به صورتش. آقای بایدن، ببینید، برای باز کردن کسب و کارها اینه که بهشون امکان و لوازمشو بدین. ولی در مورد ماسک من سوالم. ماسک خیلی مهمه. خود رئیس سازمان بهداشتیش گفت اگه ما الان ماسک بزنیم، اگه همه ما ماسک بزنیم، فاصله گذاری رعایت بکنن، بین الان تا 3 ماه آینده 100,000 نفر نخواهند مرد. برای همین ماسک مهم هست. عکسش هم گفته بودن. هیچ آدم جدی خلافش رو نگفت. عکسش هم گفتم. هیچ آدم جدی خلافش نگفت. دکتر فاوچی چی گفت؟ دکتر فاوچی خیلی مشخص گفت. گفت ماسک خوب نیست. گفت ماسک بعد نظرش عوض شد. حالا ماسک خوبه. یک سوال آخر میخوام. این رویکرد متفاوت شما در کارزارهاتون هم تأثیر گذاشته آقای ترامپ. شما تعداد زیادی میومدن، هزاران نفر میومدن بیرون. آره بیرون. آقای بایدن، شما در واقع برای که کسی نمیاد اگه بخواد بیرون بگید داشتید تجمعات کوچیکتری. آره، کسی نمیاد برای میتینگ. به هر حال، چرا شما تجمعات بزرگ دارین، چرا شما تجمعات کوچیک دارین؟ چون مردم میخوان بشنون چیزی که من میخوام بهشون بگم. کار خوبی کردم، خوب عمل کردم. 25,000 35,000 نفر میان حرف منو بشنون. بله، میان در فرودگاه ها، در هنگر ها. بینشون سرایت ما هیچ مشکلی نداشتیم، هیچ مشکلی. برای اینکه در فضای باز برگزار میشه، همونطور که کارشناسا میگن، وقتی که بیرون هستیم، در فضای باز هستیم، جمعیت های خیلی خیلی عظیمی اومدن، همونطور که خودتون شاهد بودین. و جو چیکار میکنه؟ میره توی اتاق خوابش برگزار میکنه مراسم. دیدی همین آخرین تجمع بزرگی که داشت، یه خبرنگار اومد ازش یه سوال بپرسه، گفت نه برو عقب وایسا، عقب وایسا، ماسکو بذار، ماسکتو بذار، تست تو رو کردن نکردن، من خیلی فاصله دارم با اون آدم ها. این حرف خودش بود. این راجب اونا نگران نیستش، راجب شما نگران نیست. ما هیچ تاثیر منفی نداشتیم، هیچ کسی تستش منفی نبود. بذار تموم کنیم، میخوام برم سراغ. بله، کاملا غیر مسئولانه رفتار کرده در ارتباط با بحث فاصله گذاری اجتماعی و گذاشتن ماسک. عملا مردم رو تشویق کرد که ماسک نزنن. اگه تو میتونستی جمعیتی مثل جمعیت منو جذب کنی، تو هم میرفتی بیرون برگزار میکردی. بریم سراغ بحث اقتصاد داره خیلی سریعتر از اون چیزی که بعد از خیلی سریعتر بسته بودن شرایط بود پیش میره. 8.7% پیشرفت داشت و گفتن که در آینده اون رشدی که خواهد بود اونطور نیست. ما در حال حاضر در یک شرایطی هستیم که شبیه وی داره این اقتصاد پیش میره. چه تفاوتی برای مردم میکنه، برای اقتصاد مردم؟ آقای ترامپ، شما خب ما بهترین اقتصاد تاریخمون رو ایجاد کردیم، بعد مجبور شدیم که تعطیلش کنیم، ببندیم، به خاطر اینکه این ویروس از چین داشت میومد، که خیلی کار سختی بود، از نظر روانی سخت بود. ایشون معتقد بود که نباید این کارو بکنیم. باز اگه این کارو نکرده بودیم، 2 میلیون نفر الان کشته شده بودن. البته طبیعتاً 200,000 نفرم خیلیه، 1 نفرم خیلیه، اصلا نباید اتفاق میافتاد، ولی تقصیر چین بود. با وجود این، ما اقتصاد رو بستیم و حالا داریم دوباره بازش میکنیم. ما در یک مقطع کوتاه میلیون ها نفر رو دوباره وارد اشتغال کردیم.
کسی همچین چیزی شاهد نبوده و ایشون میخواد دوباره ببنده، میخواد دوباره تعطیل کنه، میخواد این کشور رو نابود کنه. خیلی از افراد معتاد میشن، دچار افسردگی میشن وقتی تعطیل میکنه کشور رو. میدونی بعضی از این ایالتایی که هم قطارهای دموکرات دارن اداره میکنن و تعطیلشون کردن ایالت ها رو، ببین مردم دارن چی میکشن، ببین چیه وضعشون. و ما میخوایم باز کنیم اقتصادو، برای اینکه اینا نمیخوان، میخوان صبر کنن انتخابات برگزار بشه. اینها با این کارشون باعث میشن که مردم لطمه ببینن، مردم میتونن دستاشون رو بشورن، میتونن دوباره برگردن سر کارشون، میتونن فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنن، ولی میتونن دوباره برگردن. ببینید این دو در پنسیلوانیا، در کارولینای شمالی، در میشیگان، این فرماندارها در محاصره هستن، نمیخوان باز کنن اقتصاد رو. و ببینید داره چه اتفاقی میفته، مردم دارن اصلا طلاق میگیرن، مردم الکلی میشن، معتاد میشن. خیلی خیلی غم انگیزه. این میخواد کل کشور رو ببنده، میخواد کشور ما رو نابود کنه. کشور ما دوباره داره روی پای خودش میسته، باور نکردنیه، دوباره داره رکورد میشکنه. ما نمیخوایم یکی مثل این بیاد سر قدرت بگه دوباره ببندیمش. خب دو دقیقتون رو استفاده کردید، بریم سراغ شما. همونطور که گفتم همون سوال، میگن که شکل وی شیپ برگشت و شما میگید کی شیپ. تفاوتش چیه؟ فرقش اینه که میلیاردرها و میلیونرها مثل این آدم‌ها فرضشون خوب شده. میلیاردرها 300 میلیارد دیگه پولم درآوردن به خاطر به پیشنهادهای مالیاتی که داشته و همش هم نگاهش فقط به بازار هستش. اما شماها که در خونه‌ها زندگی میکنین، به سختی دارین امرار معاش میکنید، در طبقه کارگری فعالیت دارین، این آدم فقط 750 دلار واسه مالیاتش داد، فقط 750 مالیات. شما قبول کردید که دو دقیقه هر کی وقت داشته باشه من میتونم وقتمو دوباره پس بگیرم؟ واقعیت اینه که این طور این کاری کرده، طوری عمل کرده که اولین رئیس جمهور آمریکاست که وقتی ثبتش تموم بشه تعداد مشاغل کمتر از زمانی میشه که وقتی رئیس جمهور شد. اولین بار در تاریخ داخل اتفاق بیفته. دوم از همه کسایی که کارشون رو از دست دادن کسانی بودن که در خط مقدم انجام وظیفه کردن، کسایی که زندگی ما رو نجات دادن، کسایی که جون خودشون رو روی خط گذاشتن، کسانی که تلاش کردن تا ما بتونیم زنده بمونیم. اما اینکه اون داره هی تاکید میکنه که وقتی ما نصف ایالت‌های آمریکا شاهد افزایش مرگ و میرهای ناشی از کرونا هستن، میخواد دوباره این اقتصادو بازگشایی کنه. چرا میخواد این اقتصادو بازگشایی کنه؟ چرا براش مهم نیست مردم آمریکا چه بلاشون سرشون بیاد؟ شما نمیتونید اقتصاد درست بکنید تا وقتی کرونا رو درست بکنید. اون بلد نیست که این کارو بکنه. برای شما نمیتونه زندگی شما، امنیت شما رو بهتر بکنه. لازم مدارس. چرا میخواد مدارس رو باز نکرده؟ برای اینکه پول زیادی باید خرج بشه. میدونین این میخواستن، دولت این میخواستن به معلما به شاگردا ماسک بدن، بعد تصمیم گرفتن که خب برای اینکه یک اولویت ملی نیستش، یک وضعیت فوری نیستش، این کارو نکردن. هیچ کاری برای کسب و کارهای کوچیک نکردن. کسب و کارهای کوچیک، یک از 6 کسب و کارهای کوچیک بسته شدن. این باید کارشو درست انجام بشه و به نیازهای مردم رسیدگی بکنه که ما بتونیم با خیال راحت بازگشایی کنیم اقتصادمون. من باید به این جواب بدم. هر دو تایتون دو دقیقه وقت داشتید. یه بیانیه داشت. شما مردم بیانیه دادید. مردم میخوان مدرسه‌هاشون باز بشه. نمیخوان مدرسه‌هاشون بسته بمونه. میخوان رستوران‌هاشون باز بشه. به نیویورک نگاه کنیم. واقعا این چیزی که داره در نیویورک اتفاق میفته واقعا غم انگیزه. و ببینید چی شده در نیویورک. افراد میخوان بیزنس‌هاشون دوباره باز بشه. دوباره میخوان برگردن سر زندگیشون. مردم میخوان که مدرسه‌هاشون باز بشه. ما فوتبال رو دوباره برگزار کردیم. من بودم و خیلی خوشحالم که این کار کردم، برای که مردم اوهایو خیلی به من افتخار میکنن. و آقایون برمیگردیم به طرحهای اقتصادیتون، اما آقای رئیس جمهور همونطور شما دیدید یه گزارش جدیدی منتشر شده که سال 2016 سالی که شما رئیس جمهور شدیم و همینطور سال 2017 سال اولتون، شما تنها 750 دلار در مالیات پرداخت کردید در هر کدوم از این سالها. میدونم که شما مالیات های دیگه میدین، ولی دارم ازتون میپرسم این درسته که شما 750 دلار در به مالیات حقوقتون رو دادید؟ من میلیون ها دلار مالیات دادم، میلیون ها دلار.
میلیون‌ها دلار درآمد روی مالیاتم. و بذار بهت بگم که پس چرا نشون اظهارنامه مالیاتی تو نشون بده؟ دلار 27 میلیون دلار دادم. اظهارنامه مالیاتی تو نشون بده. می‌بینید هر وقت که به پایان برسه آماده باشه می‌بینیش. برین به هیئت انتخابات ببینید یک گزارش 118 صفحه‌ای است که میگه که هر کاری که من کردم هر خریدی که کردم بهترین بازگشت سرمایه رو داشته. دارم یه سوال مشخص ازتون میپرسم. همه اینا که گفتی و میفهمم. اجازه نه میفهمم. قد نکن. دارم ازتون یه سوال میپرسم. آیا به ما میگید که چقدر مالیات پرداخت کردین در سال 2016 و 2017؟ میلیون ها دلار. شما میلیون ها دلار مالیات دارین. پس 750 دلار نبود. میتونید ببینیدش. میتونید ببینیدش. کی نشون بگم؟ ان شاء الله. بذارید بگم یه چیزی. قوانین مالیاتی بود. قوانین قبل از اینکه من رئیس جمهور بشم، من یک ساخت و ساز در کار ساخت و ساز خصوصی بودم. مثل هر فردی که در زمینه خصوصی فعالیت میکنه احمق که نیستن، از قوانین استفاده میکنن و از سعی میکنن که بهترین شرایط رو برای خودشون مهیا کنن. اینا قوانینی بود که اینها وضع کردن. در خیابون پنسیلوانیا شما میبینید، ببینید، در ضمن این دولت اوباما بود که این رو به من داد. بعد آقای بایدن میخوام جواب بدی؟ جواب بدم. ببینید اون ردیف های مالیاتی که این رو در موقعیتی قرار داد که کمتر مالیات بده از یک معلم که مالیات میده، دلیلش اینه که فکر میکنه باهوش هستش، فکر میکنه باهوشه برای اینکه میتونه سوء استفاده بکنه از قوانین مالیاتی. برای همین من اون قوانین مالیاتی ترامپ رو لغو خواهم کرد. من کاری خواهم کرد که ما سرمایه گذاری بکنیم در مردمی که احتیاج به کمک دارن. مردم احتیاج به کمک دارن. در این 20 و چند سالی که در کنگره بودی این کارو نکردی؟ برای اینکه تو رئیس جمهور بودی ولی تو سناتور بودی، در زمینه که بدترین سناتورا بودی. رئیس جمهور در تاریخ هستی، خودت هم میدونی. من در 47 ماه بیشتر کار کردم که تو در 47 سال کار کردی. ما کارهایی کردیم که تو حتی نمیتونستی تصورش رو بکنی. از جمله ارتش وامونده‌ای که شما تحویل من دادین رو درستش کردیم. در مورد اقتصاد صحبت میکنیم، در مورد برنامه های آینده تون میخوام بپرسم. آقای بایدن، طرح اقتصادی شما اگه قرار باشه که رئیس جمهور بشین روی یک دولت بزرگ تمرکز داره. میخوام اول برم سراغ مالیات. شما گفتید که 4 تریلیون دلار در مورد کسانی که مثلا بیشتر از 400 هزار دلار در میارن در سال. آقای ترامپ میگه که اون افزایش مالیات میره در واقع به اقتصاد و کمک میکنه که اقتصاد وارد رکود بشه. فقط نگاه بکنیم به تحلیلی که شرکت‌های وال استریت ارائه دادن. طرح اقتصادی من 7 میلیون شغل بیشتر ایجاد خواهند کرد. نکته بعدی اینه که 1,000 میلیارد دلار رشد اقتصادی رو به وجود خواهند آورد. برای اینکه دولت فدرال 600 میلیارد دلار در سال خرج میکنه در سیمان، در کشتیرانی و ساخت و ساز. اما طبق طرح اقتصادی من ما کاری خواهیم کرد که هر دلاری که صرف میکنیم، ولی با احترام دارم در مورد مالیات صحبت میکنم نه خرج. من خیلی از مالیات ها رو لغو خواهم کرد. من مالیات شرکت ها رو اول از همه 21% به 28% میرسونم. شما 91 شرکت دارن، 91 شرکت که یک دلار هم مالیات نمیدن ولی میلیاردها دلار درآمد دارن. چرا وقتی معاون رئیس جمهور بودی این کارو نکردی؟ برای اینکه تو این قانونش رو گذروندی. بله، کارش رو انجام دادی. من کاری که کردم این چی شد؟ باعث شد اقتصاد ما شکوفا شه بره به آسمون. پرزیدنت، اجازه بدید در مورد همون صحبت کنیم. شما روی کرد اقتصاد آزادتون رو پیش میبرید و قوانین رو سعی میکنید کاهش بدید. ولی وقتی در مورد زمان آقای اوباما صحبت میکنید، اتفاقا نشون میده که در 3 سال آخر ریاست جمهوری آقای اوباما بیشترین تعداد شغل ایجاد شده، بیشتر از تعدادی که در زمان ریاست جمهوری شما شد. اونها کنترین بازگشت اقتصادی رو داشتن از دهه سوم قرن گذشته. همچنین کار دیگه که کردن این بود که اونها کنترین بازگشت اقتصادی رو داشتن از زمان دهه 20 قرن گذشته. اما
بحثی که دیگه ما داریم اینه که اگر تو رئیس جمهور میشدی با ایده تو، اگر تو رئیس جمهور میشدی میخوای قوانین مالیاتی من عوض کنی، بذار بهت بگم اگه تو این کار رو بکنی نصف شرکت ها از آمریکا میرن بیرون، بساطشون رو میبندن میرن جای دیگه. ببینید ما وارث بدترین رکود اقتصادی بودیم، بدترین رکود اقتصادی. از من خواستن که اقتصاد رو احیا بکنه. وقتی من معاون رئیس جمهور بودم یک احیای اقتصادی داشتیم که شغل ایجاد کرد. ما یک اقتصاد پویا به این دادیم، تحویلش دادیم، اما این اقتصاد رو از بین برد. شکفان واقعا میشه گفت که خرابش کرد وقتی نشون میداد که قبل از مسئله کووید پیش اومده برحال. حتی قبل از بحران کرونا تولید از بین رفت. کریس گفتن معجزه لازمه، گفتن معجزه لازمه. من 700 هزار شغل رو برگردوندم به آمریکا، اونا یه شغلم نیاوردن، تمام شغلای تولیدی از آمریکا خارج شده. من کسی هستم که تونستیم تمام ما کسی هستیم. از من خواستن که خودروسازان رو برگردونن، اجازه فعالیت بدن. در میشیگان ما این کارو کردیم، اما این خودروسازا رو از بین برد. اوهایو بهترین سال خودشو پارسال داشته، میشیگان بهترین سال خودشو داشته. نداره این حرف درست نیست. از ژاپن، از آلمان شغلا به ما برگشته. اتفاقی نیفتاد. آیه بایدن شما نگاه بکنید به کارهایی که کرده، کار زیادی نکرده. تمام این قراردادهای تجاریش هم همینه، صحبت از قراردادهای بزرگ تجاری میکنه، داریم میگه که چینیا دزدی میکنن. ما الان کسر بودجه‌مون با چین بیشتر از قبل بوده، ما بزرگترین کسر بودجه‌مون با مکزیکو در طول تاریخ بوده. چین معلومه، برای اینکه چین با تو دستش توی کاز هست و بعد پسر تو میره اون ور میلیاردها دلار، میلیونها دلار رو برمیداره میبره با خودش. این حقیقت نداره. حالا که در نوجه این قضیه حرف میزنیم، فقط به ما بگو همسر شهردار موسکو 3.5 میلیون دلار به پسر تو داد، قضیه چی بود؟ هیچ کدوم این حرفا حقیقت نداره. خواهش میکنم اجازه بدید. اصلا این حرفا قرشنگ دروغ بودن. نگرفت 3.5 میلیون دلار رو؟ نگرفت. آقای رئیس جمهور این حقیقت نداره. آقای رئیس جمهور خواهش میکنم این یه بحث آزاده، باید واقعیت اجازه... شما یه مسئله ای رو مطرح کردید، اجازه بدید جواب بدن. ماشه بهش 180,000 تا در ماه نمیدادن تو اوکراین. پسر من هیچ کار اشتباهی انجام نداد. چرا؟ بذاری جواب بده. نمیخواد جواب من بدم، برای اینکه میدونه من دارم حقیقت رو میگم. موضع اون موضعی بوده که دروغ بودنش روشن شده. کی؟ همه فهمیدن، رسانه ها فهمیدن، متحدان ما فهمیدن، بانک جهانی فهمیده، همه فهمیدن داره دروغ میگه. واقعیت اینه که حتی کسانی که سوگن ازت بپرسم جو، کسانی که شهادت دادن، کسانی که سوگن خوردن و شهادت دادن، 3.5 میلیارد دلار از موسکو گرفتن، کسانی که در دولت خود شهادت دادن گفتن که من کارم رو انجام دادم و کارم رو درست انجام دادم. من فهرستشو میدم، فهرست کسایی که شهادت دادن. تو اکثرشون رو خودت اخراج کردی برای اینکه کار خوب انجام دادن. نه قطع نکنید. بید. اصلا سخته که با این دلغک بشه اصلا حرف زد. بذار بگم. چرا پسرت باید 3.5 میلیون دلار از زن شهردار موسکو میگرفت؟ ما میخوایم راجع به خانواده حرف بزنیم، ما میخوایم راجع به اخلاق حرف بزنیم، ما میتونیم راجع به خانواده این تا صبح راجع به خانواده ما حرف بزنیم. خانواده من یک ثروت عظیم رو از دست داد برای اینکه اومد به من کمک کنه در امر ریاست جمهوری. این راجع به خانواده من نیست، راجع به خانواده اونها نیست، راجع به خانواده مردم آمریکاست. این نمیخواد راجب چیزهایی که شما مردم آمریکا احتیاج داری، نمیخواد راجب این حرف بزنیم. ما راجب شما باید صحبت کنیم. این پایان این بخش، بریم جلو. نه سوال خیلی مهمیه. نه نمیشه ایشون اومد. نه سوال جواب این سوالتون نه. اوکراین حضرت آقا رفت اوکراین، واقعیت نداره. این واقعیت نداره. نه شما واقعیت نداره.
من واقعا بدم میاد که صدا اون بالا ببرم، ولی واقعا نمیدونم چیکار باید باهاتون بکنم. این نکته جالب، این قانون، این چیزی بود که ما گذاشتیم 5-6 بخش داشتیم، ما اون بخش رو تموم کردیم، داریم میریم سراغ بخش بعدی. در بخش بعدی شما هر کدوماتون 2 دقیقه وقت دارید همدیگر رو قطع نکنید. شما در 2 دقیقه خودتون میتونید هر چی دلتون میخواد بگید. میخوام در مورد اعتراضهای نژادی ازتون بپرسم، ولی فکر میکنم کشور وضعیت بهتری خواهد داشت اگه اجازه بدیم که هر دو نفر بدون قطع شدن حرفشون صحبت بکنن. هر دوی شما، از هر دوی شما خواهش میکنم. نه ولی شما بیشتر قطع میکنید. اونم زیاد میکنه آقا، خواهش میکنم. نه خیلی کمتر از شما قطع کرده. اجازه بدید بریم سراغ مسئله نژاد. آقای بایدن، شما گفتید که در شارلوتسویل پاسخ آقای ترامپ درست نبوده و اون چیزی بوده که شما رو دقیقاً باعث شده که شما، اون اعتراض ها باعث شده شما وارد این کارزار بشید. شما آقای ترامپ گفتید که شما برای رنگین پوستان در آمریکا خیلی بیشتر کار کردید و تنها کسی که بیشتر از شما کار مثبت انجام داده آبراهام لینکن بوده. آقای رئیس جمهور، میخوام از شما بپرسم که چرا مردم باید به شما اعتماد بکنن که در 4 سال آینده اعتراض های نژادی رو خاموش بکنید؟ آقای بایدن، شما اول. ما داریم راجع به تساوی صحبت بکنیم، راجع به عدالت، راجع به کرامت و راجع به قانون اساسی. ما هرگز شانه خالی نکردیم از مسئولیتمون در قبال تحقق عدالت برای همه مردم آمریکا، اما هرگز نتونستیم به این قضیه نائل شیم، ولی از مسئولیتمون شانه خالی نکردیم. بله، واقعیت هستش. فراموش نکنید، چشای خودتو ببند. تصور بکنید کسایی که میان مشعل دستشون هستش، رگ دستشون زده بیرون و دارن فوش میدن، با رأی گردنشون دارن شعارهای ضد یهودی میدن، پر از نفرت بود. ولی رئیس جمهور اومد گفتش که این آدم‌ها هم آدم‌های خوبی هستن، هر دو طرف آدم‌های خوبی هستن. هیچ رئیس جمهوری تا والی حرفو نزده. نکته دومی که باید بگیم، وقتی جورج فلوید کشته شد، یک اعتراض مسالمت آمیز در مقابل کاخ سفید برگزار شد، اما او چیکار کرد؟ از اون اتاق کوچولو خودش اومد بیرون و به ارتش گفت از گاز اشکاور استفاده بکن تا اون بتونه بره به طرف کلیسا و اونجا یه دونه انجیل دستش بگیره. و بعد کشیش همون کلیسا گفت این کارش شرم‌آوره، گفته که کاری که او میکنه فقط اینه که ایجاد تفرقه بین مردمه، نه ایجاد اتحاد. این رئیس جمهوری هستش که از همه چی مثل یک اهرم استفاده کرده در جهت ایجاد نفرت نژادی. این آدمی هستش، شما اصلا راجع به کمک کردن به سیاه‌پوستا حرف میزنه، از هر 1000 سیاه‌پوست 1 سیاه‌پوست کشته شده به خاطر بحران کرونا، و اگه تا آخر امسال کاری نکنه از هر 500 سیاه‌پوست 1 سیاه‌پوست از بین خواهد رفت به خاطر بحران کرونا. این آدم ناجی سیاه‌پوستای آمریکاست. این آدم براش مهمه. این آدم عملاً هیچ کاری انجام نداده. ببینید راجبه چی حرف میزنه، ببینید حرفاش چیه، و بعد اینو مقایسه بکنیم با کارهاش. کارهایی که کرده فاجعه بار بوده برای سیاه‌پوستان آمریکا. آقای ترامپ، 2 دقیقه وقت دارید. چرا مردم آمریکا باید بیشتر به شما اعتماد بکنن که اعتراضهای نژادی رو؟ 1994 شما این قانون جنایی تصویب کرد، جو، که آفریقایی‌ها، آمریکایی‌های آفریقایی تبار، سیاه‌پوستا در اون به صورت تبهکار توصیف شدن، و من الان دارم اشخاصی رو از زندان آزاد می‌کنم که به واسطه این قانون وارد زندان شدن. قانون 1994 رو که تو تصویبش کردی، من بیشتر از هر جمهوری خواهی در طول تاریخ موفق شدم که تو گفتی که اینها شکارچی هستن. تو گفتی که اینها، اگه بریم ببینیم، چیزای بدتر هم بهشون گفتی. اگه بریم ببینیم در مورد اون قضیه کلیسا که گفتی، اما در مورد اون قضیه جنرال ها، ما حمایت 250 رهبر نظامی و جنرال رو داریم. تقریبا هر نیروی انتظامی نظامی در فلوریدا، در تگزاس، در اوهایو،
ببخش در پورتلند کلانترشون اومد و گفتش که من از پرزیدنت ترامپ حمایت میکنم. من فکر نمیکنم هیچ کدوم از نیروهای نظامی انتظامی طرفدار تو باشن. تو اگر که بخوای به سمت اونا بری برای اینکه همه طرفدارای رادیکال چپ خودت از دست میدی. و چرا؟ برای اینکه اگه اونها تو پورتلند از نیروهای فدرال از ما دعوت میکردن، ما خیلی سریع قائله رو ختمش میکردیم. اگه به شیکاگو نگاه کنی، اگه به هر جایی که میخوای، سیاتل، اونا میدونستن که ما روز بعد میومدیم و مسئله رو حل میکردیم. مینیاپولیس، ما مینیاپولیس رو دوباره حلش کردیم، برای اینکه ده شهری که اون ده شهر یا اون 40 شهر اصلی که این مشکلات رو دارن همشون تحت حکومت دموکرات ها هستن. دموکرات ها که بعد این رادیکال های چپ که تو رو دور انگشت خودشون میپیچونن. مردم این کشور میخوان نظم و قانون برقرار بشه و تو حتی جرئت نمیکنی بگی نظم و قانون رو. میخوام برگردم به سوال مسائل نژادی. آقای بایدن بعد از ریانا تیلر کیس گفت که نمیخواد اتهامی بزنه به پلیس و پیش ببره. شما گفتید که نمیدونه که آیا واقعا عدالت اجرا میشه. آیا فکر میکنید که ما یک سیستم قضایی درستی داریم که سیاه‌ها رو هم درست باشون برخورد کنه؟ بله، یک بی‌عدالتی سیستماتیک در این کشور وجود داره، در نیروی انتظامی و در آموزش و پرورش. اما نگاه بکنید، اکثر پلیس‌ها آدم‌ها و آدم‌های با کرامتی هستن، زندگیشون رو به خطر می‌ذارن که از ما مراقبت بکنن. اما چند تا سیب گندیده هستن در بین اینها و وقتی اینها رو ما می‌بینیم، باید اون بخوایم که اونها پاسخگو باشن به خاطر کاری که انجام میدن. و کاری که من به عنوان رئیس جمهور آمریکا انجام خواهم داد این هست که آدم‌های زیادی رو در کاخ سفید گرده هم بیارم، از فعالان حقوق مدنی تا رؤسای پلیس، و سعی بکنیم که به یک توافق برسیم تا بتونیم تغییر بدیم و شفافیت بیشتر ایجاد بکنیم وقتی اینجور خشونت‌ها اتفاق می‌افتن. پلیس‌ها دوست ندارن ببینن اتفاقی که برای جورج فلوید افتاده. پلیس‌ها دوست ندارن ببینن اتفاقی که برای برایان تیلر افتاده. کسی هیچ کدوم از این خشونت‌ها خوششون نمیاد، اما ما باید یه سیستمی داشته باشیم که آدم‌ها اشتباه بکنن پاسخگو باشن. فراموش نبکنید خشونت در جواب خشونت درست نیست. تجمع اعتراض‌آمیز خوبه، اما خشونت خوب نیست. تظاهرات مسالمت‌آمیز کدومه؟ وقتی که میان در وسط شهرها افراد رو میکشن، مغازه رو آتیش میزنن، این تظاهرات مسالمت‌آمیز است؟ من موافق این نیستم. میخوام با مسئله نژادی ادامه بدیم، بعداً میرسیم به مسئله نظم و امنیت. دولت شما به فدرال ایجنسی ها گفت که آموزش کسانی که در ارتش هستند و مسائل نژادی خاص رو به اونها آموزش میدادن قطع میکنید. آیا فکر میکنید که ما تبعیض نژادی داریم در این کشور؟ تمومش کردم، برای اینکه این خودش نژاد پرستانه است. ما کلی شکایت دریافت کردیم که میگفتن این جنون آمیزه، یک انقلاب رادیکالی بود که داشتن در ارتش ما، در مدارس ما برگزار میکردن، در همه جا. و خودت هم میدونی، همه هم میدونن، اونم میدونه، اونم میدونه. چه این آموزش های نژادی ربطی به این داره؟ اگه شما شخص خاصی هستین و نگاه میکنین که صدها هزار دلار داشتن به ملت میدادن، به بعضیا میدادن که بیان یه چیزای خیلی بیخود و مزخرف و مریض رو آموزش بدن، در واقع عملا دارن به مردم کشور یاد میدن که از همدیگه متنفر باشن. من اجازه نمیدم. ما میخوایم برگردیم به ارزش‌های بنیادی این کشور. دارن به کشور ما، به مردم ما یاد میدن که کشور ما یک منطقه، یک کشور بسیار وحشتناک نژاد پرستان است. من اجازه نمیدم. هیچ کس این کارو نمیکرد. نژاد پرست اونه. من خیلی بیشتر راجع به مسائل نژادی میدونم تا اون. واقعیت اینه که خیلی ها حساسیت نژادی ندارن. آدم ها باید بفهمن که بقیه چه حسی دارن، باید بقیه بفهمن که توهین یعنی چی. چرا بعضی ها احساس میکنن بهشون توهین شده؟ آدم ها که نمیخوان همدیگر رو آزرده بکنن. اینجور آموزش ها لازمه، اینجور آموزش لازمه، تفاوت ایجاد میکنه. بلکه وقتی یه بچه بزرگ میشه هم اعتماد به نفس بگیره. ببینین مثلا درست شبیه اینه، ببینین که همین این آدم و خیلی از دوستاش، ببینین چجوری به مردم نگاه میکنن. مثلا نگاه میکنن آدم ها رو به چشم حقارت، به خیلی از آدم هایی که پول ندارن نگاه میکنن، آدم هایی که مذهب دیگه دارن به چشم حقارت بهشون نگاه میکنن، آدم هایی که نژاد دیگه دارن به چشم حقارت بهشون نگاه میکنن. اما ما آمریکا
آمریکایی هستیم. تنها راهی که میشه این کشور رو متحد بکنیم اینه که به همه احترام بذاریم. ما همه با هم میتونیم هر کاری میخوایم انجام بدیم. ما میتونیم نژاد پرستی رو شکست بدیم اگه گرد هم بیاییم. در طول دولت اوباما و بایدن اختلاف زیادی در کشور ما بود، نفرت بود. قائله فرگسون رو داشتیم. خیلی از جاها به اوکلند نگاه کنین، ببینید چه اتفاق افتاد در بالتیمور، ببینید چه اتفاق افتاد. واقعا خشونت خیلی بیشتر بود که الان از اون چیزی که الان شاهدیم بیشتر بود. و دلیلش اینه که دموکرات هایی که این شهرها رو اداره میکنن نمیخوان که نظم و قانون برقرار بشه. تو طرفدار نظم و قانون هستی؟ معلومه من طرفدار قانون هستم. آیا تو طرفدار نظم و قانون هستی؟ قانونم، اما تویی که نمیتونی راجع به قانون حرف بزنی. حتی جرات نمیکنه که این جمله رو بگی. قانون فقط با عدالت محقق میشه وقتی با آدم‌ها منصفانه برخورد بکنیم. جرائم خشونت آمیز 17% پایین اومدن وقتی من تو این دولت بودن. در زمان دولت این جرائم خشونت آمیز بالا رفتن. وقتی این رئیس جمهور آمریکا بود بالا رفت. آقای رئیس جمهور شما وقتی در مورد مشکلی که ما داریم با شهرهایی که دموکرات‌ها دارن ادارهشون میکنن، اتفاقا در قتل و جنایت تعداد زیاد شده. شما گفتید که تقصیر فرمانداران دموکرات هست، ولی در شهرهای جمهوری خواه هم خیلی این مسئله زیاد شده. این فکر میکنید مسئله حزبی هست؟ من فکر میکنم که این مسئله حزبیه. میتونید حالا چند تا مثال نقض بیارید، ولی به شیکاگو نگاه کنید. 53 نفر اگه به نیویورک نگاه کنید، وضعیت طوری که اصلا 100-150-200% خشونت ها بیشتر شده، جنایت بیشتر شده. نمیخواد بگه، ایشون نمیخواد از عبارت نظم و قانون رو به کار ببره، برای اینکه میترسه که طرفدارای چپ رادیکالش رو از دست بده. اگر اینها میخواستن اداره کنن کشور رو، ببینید الان حومه های شهرهای ما، مناطق پیرامونی ما نابود میشدن. این اصلا نمیدونه تو شهر تو عمرش مگه اینکه گم بشه از سرش از یه جای شهر در بیاد. من خودم توی شهرها بزرگ شدم، الان که سال 1950 نیستش این همه حرفا. الان شهرها دیگه همه ادغام شدن، پر از تنوع نژادی دارن. آدمایی هستن که دارن بچهای خودشون رو تو سیاه سفید تو یک ماشین دارن میبرن و به بچه‌هاشون رو میبرن مدرسه نسبت به گذشته. خطری که الان برای شهرهای متنوع ما وجود داره اینه که به خاطر اینکه الان نتونسته بحث کرونا رو مهار بکنه، نتونه بحث محیط زیست رو مهار بکنه، الان به خاطر اون الان ما همه آتش‌سوزی داریم. برای همین هستش که شهرهای ما خیلی دلم میخواد راجع به این مسئله حاکمیت قانون صحبت بکنیم. برای اینکه بایدن و برنی سندرز یک طرحی رو شما دادید، گفتین نیروهای پلیس رو دوباره تصور بکنیم، ایجاد بکنیم. این چیه؟ این چه طرحی شما دادین؟ این طرح بازسازی سیستم پلیس. و فکر کنید این که بلک لایوز ماتر، مسئله این که زندگی سیاهان هم اهمیت داره، به همین مسئله مربوطه؟ ببینید اون چه که من حمایت میکنم این هستش که پلیس این فرصت رو داشته باشه بتونه مشکلاتی که باش مواجه هست رسیدگی بکنه. من کاملا مخالف قطع بودجه پلیس هستم. اتفاقا تنها کسی که داره در بودجه خودش میخواد 400 میلیون دلار کم بکنه از بودجه پلیس این آقا هستش. پلیس احتیاج به کمک داره. وقتی اونها میخوان مثلا کسی زنگ فوری اضطراری اورژانسی میزنه، احتیاج به یه روانشناس داره. ما به پلیس ها احتیاج داریم که بتونن خشونت مردم و عصبیت مردم رو مهار بکنن. ما باید پلیس های تو محله های مختلف داشته باشیم که پلیس بتونه شخصا با مردم آشنا بشه. اون موقعی هستش که جرم و جنایت پایین میاد. وقتی این اتفاق میفته جرم و جنایت پایین میاد. اصلا همچی چیز نیست. اینا میخوان بودجه پلیس رو حذف کنن. این هیچ حمایتی نداره در بین نیروهای انتظامی. یه گروه بگو، که از تو حمایت کرده باشن. ما وقت داریم. ما وقت نداریم که. چرا وقت داریم؟ یک گروه انتظامی رو بگو، یک نیروی انتظامی رو بگو که از تو حمایت کرده باشه. بذارین برگردم. میخوام برم سراغ مبحث بعدی که در مورد تظاهرات هست. در پورتلند در اورگان
ما 100 روز پشت سر هم داشتیم که تظاهرات اونجا بود، تظاهرات حالا اینکه مسالمت آمیز بود، ولی در نهایت خیلی از اونها تبدیل به شورش شد. شما میگید که افرادی که جرم و جنایت انجام میدن باید به سزای اعمالشون برسن، ولی به عنوان نامزد دموکرات ها و شما گفتید که الان در خودتون حزب دموکراسی، آیا فکر میکنید اون فرماندار دموکرات اورگان که گفت باید این داستان رو تموم بکنید، گارد ملی بیاد، ولی در این چندین روز و چندین ماه تظاهرات رو متوقف کنید؟ من که سمت دولتی ندارم، من یک معاون سابق رئیس جمهورم، اما من در صحبت و بیانیه‌ای که دادم به روشنی گفتم هر کی مرتکب خشونت ها بشه باید مجازات بشه. ولی هیچ وقت ببخشید میشه حرف، ولی هیچ وقت نخواستید از رهبران در پورتلند و اورگان که گارد ملی رو بیارن و نگذارن که این خشونت ها به صد روز کشیده بشه؟ اونها اگه میتونن کارشون رو انجام بدن، اگه این آدم دخالت نکنه تو کارشون. بذار حرفش رو تموم کنه. ما یه مارشال ما رو وسط خیابون بهش تیراندازی کردن. آقای ترامپ بفهمید. ببینید، زمنان خود سخنگوی سابق خودش گفت خشونت و هرج و مرج کمک میکنه به من. نمیدونم کی گفتم چیزی کمک میکنه به رئیس جمهور. کلیان کانوی فکر نمیکنم چیزی گفت. فکر نمیکنم. ببینید، واقعیت اینه. چیزی که او همش میخواد انجام بده اینه که آدمها رو مضطرب بکنه، به جای اینکه آرامش به جامعه برگردونه، به جای اینکه با مردم حرف بزنه بگه بیاین همه با هم جمع بشیم چجوری بتونیم این مشکل رو حل بکنیم. چیکار میکنه؟ همش بنزین میریزه روی آتیش. هر دفعه اتفاق میفته همین کارو میکنه. و برای پایان این بخش یه دقیقه به شما وقت میدم که تموم کنین. شما بارها من بعد اول به اصراراتش جواب بدم. شما بارها داشتی الان یه اصراراتی کرد، من بعد جواب بدم بهش. من میدونی اگه میخوای تو بیا اینجا بشین، من برم اونجا، ولی من گفتم گارد ملی رو بفرستید مشکل نخواهد بود. اینا گارد ملی رو نمیخوان. شما بارها انتقاد کردید از آقای بایدن که مشخصا انتیفا و گروه های چپی رو منتقد نکرده. آیا شما همین امشب حاضرید که گروه هایی که در واقع نجات پرستان سفید پوستان رو محکوم بکنید، اون چیزی که در کانوشا دیدیم و اون چیزی که در پورتلند دیدیم؟ البته من آمادم که اینو بگم، بله، ولی من میبینم که بیشتر خشونتی که میبینیم تقریبا همش از جناح چپه، نه از دست راستی ها. بگو پس. یه اسم من بگو. کی رو باید محکوم کنم؟ سفید. بذار بهت بگم، یه نفر باید یه کاری بکنه راجع به انتیفا و چپی ها، برای اینکه این یه مشکل دست راستی ها نیست، این یه مشکل دست چپی هاست. خود رئیس اف بی آی منصوب خودش گفته که این انتیفا یک ایده هست، یک سازمان نیستش، یه شبه نظامی نیست. خود رئیس اف بی آی منصوب خودش این حرف رو زد. بریم سراغ مطلب بعد. انتیفا یک ایده هستش، انتیفا تظاهرات میکنه. انتیفا ایده خوبی نیست. بس تو که نمیدونی چی داری میگی. انتیفا یک گروه رادیکال خطرناک. داریم میریم به بخش بعدی. بخش بذارید من سوال بپرسم. وقتی معمولا رئیس جمهوری به مرحله دوم میخواد برای بار دوم شروع کنه، میره شبیه یه رفراندومه، ولی شما گفتید که من رو به عنوان یه جایگزین ببینید و شما جایگزین هستید، گزینه جایگزین هستید. از هر دوی شما میخوام بپرسم چرا باید رای دهندگان شما رو انتخاب بکنند؟ در این بخش آقای ترامپ شما 2 دقیقه وقت دارید. چون هیچ وقت دولتی و رئیس جمهوری نبوده که بیشتر از من کار کرده باشه در یک مقطع 3.5 سال، و این با وجود این استیضاح قلابی بود که علیه ما به راه انداختن و قضیه هیلاری رو همتون میدونین، با وجود همه اینها از چپ و راست و از جلو و عقب و زیر و رو به ما حمله کردن، هیچ دولتی به اندازه من کار نکرده. بهترین اقتصاد تاریخ رو داشتیم، پایین ترین ارقام
بیکاری رو داشتیم و در ضمن مردم داشتن از همه جا به من زنگ می‌زدن و می‌گفتن الان وقتشه و بعد دیدین چی شد؟ ما تاریخ رو نیروی نظامیمون رو دوباره بازسازی کردیم، نیروی فضایی رو راه انداختیم و بعد کهنه سربازانمون هزاران نفر اونها میمردن به خاطر اینکه خدمات بهداشتی نداشتم و ما در بین اونها 91% حمایت داریم. ارتش رو دوباره بازسازی کردیم. کاری که ما کردیم، بذار بهتون بگم، بعضیا میگن شاید مهمترینش در پایان دوره اول من تقریبا 300 قاضی فدرال در دادگاه‌های مختلف منصوب کرده خواهم داشت و احتمالاً 3 قاضی دادگاه عالی کشور ما. این یک رکوردی است که مشابه اون رو خیلی خیلی کم دیدیم. و میدونید قضیه قاضی‌ها چیه؟ برای اینکه پرزیدنت اوباما و ایشون 128 موقعیت رو خالی گذاشتن برای قاضیایی که من بعدا منصوب کردم. 128 موقعیت رو باز گذاشتن و اگر من عضو حزب او بودم، خب که یک فلسفه متفاوتی داشتن طبیعتاً با ما، میگفتم خب شما برای ما 128 جای خالی گذاشتین، نمیتونی رئیس جمهور خوبی باشی یا معاون رئیس جمهور خوبی باشی وقتی 128 موقعیت رو خالی نگه داشتم. من باید از شما تشکر کنم. در نهایت در پایان دوره من 300 قاضی منصوب خواهند شد. سابقه شما نگاه میکنیم، چرا باید رای دهندگان شما را انتخاب بکنن؟ 2 دقیقه. ما تحت این ریاست جمهوری ضعیفتر، فقیرتر، مریضتر و دچار تفرقه بیشتر و خشونت بیشتر شدیم. وقتی من معاون رئیس جمهور باشیم، ما وارث یک رکود اقتصادی بودیم. مسئله رو حل کردیم، یک اقتصاد رو به رشد رو برای این آقا به ارث گذاشتیم، ولی بعد اقتصاد ما ضعیفتر شد. من شخصا به پوتین رئیس جمهور روسیه گفتم که ما تحمل حرفاش نخواهم کرد. این الان عروسک پوتینه. اون هنوز نتونسته به پوتین بگه که چطور تونسته بیا جایزه بذاره برای سر سربازان آمریکایی. 3.5 میلیون دلار به پسر تو دادن روسا. سب کن. آقای رئیس جمهور، شما کمپین شما موافقت کردن که 2 دقیقه جواب بدون اینکه قطع بکنن خواهند داشت. شما خودتون اینو با این موافقت کردید. چرا این کارو انجام نمیدید؟ این هیچ وقت به حرفش عمل نمیکنه. هیچ وقت سوال ازتون نپرسیدم. سوال نیست. بذار من 30 ثانیه وقت به من بدین حرفمو بزنم. ببینید سوما، ما الان فقیر شدیم. میلیاردرها پولدارتر شدن. 300-400 هزار میلیارد دلار زمان بحران کرونا به جیب زدن، اما شما در خونه ها بیش از گذشته دچار مشکل شدین. از این لحاظ که ما دچار خشونت بیشتر شدیم. وقتی من معاون رئیس جمهور بودم 15% امروز خشونت پایین تر بود. او رئیس جمهور آمریکا بود و خشونت رو بالا برد. در ارتباط با تفرقه بیشتر، این ملت نمیتونه این دو جنس تفرقه رو تحمل بکنه. این صحبت پسر من حرف میزنه، جوری که تو راجع به ارتش حرف میزنی، میگی سربازا بازنده هستن، میگی حالوان. پسر من در عراق انجام وظیفه کرد. 1 سال در عراق انجام وظیفه کرد، مدال گرفت، مدال شجاعت گرفت. او بازنده نبود، او یک وطن پرست بود و آدمهایی رو که او اونجا پشت سر گذاشت قهرمان بودن. و من ابراز انزجار میکنم، اجازه نمیدم راجع به پسر من اینجوری حرف بزنی. من برو نمیشناسم، دارم راجع به هانتر صحبت میکنم. هانتر رو از ارتش اخراج کردن، از ارتش اخراجش کردن با سرافکندگی و بعد شغلی نداشت تا اینکه تو شدی معاون رئیس جمهور. اون وقت رفت اوکراین و اون وقت در اوکراین یه پولی به هم زد، در چین، در مسکو. این حقیقت نداره. پسر من پولدار شد و شغلی نداشت تا قبل از اینکه تو معاون رئیس جمهور بشی. مثل خیلی دیگه، مثل خیلی از شما در خونه ها بله مشکل اعتیاد داشتین، ولی مسئله شو حل کرد و من بهش افتخار میکنم. پس چرا 3.5 میلیون دلار از روسا گرفت؟ کسی بهش 10 میلیون دلار پول نداد. این حرف کاملا دروغه. از آب در اومد. ما در این مورد صحبت کردیم. فکر کنم مردم آمریکا ترجیح میدن مسائل مهمتری رو بشنون. من به عنوان موجی من تصمیم میگیرم. آره، ولی وقتی یه نفر 3.5 میلیون دلار میگیره در مسکو، باید بدونیم قضیه چی بوده. این حرفی که میزنه کاملا دروغه. میت رامنی خودش تو کمیته بود، گفته که اصلا اون گزارش رو برای انگیزه سیاسی نوشته. من میخوام راجع به تغییرات اقلیمی صحبت کنم. منم میخوام راجع به حرف بزنم.
آتشی که در جنگل‌های جنوب آمریکا اتفاق افتاده صدها هزار نفر رو بی خانمان کرده. وقتی که مسئله تغییرات اقلیمی صحبت پیش اومد، شما گفتی فکر نمی‌کنم علم اینو در این مورد درست بگه. در طول 4 سال گذشته شما ما رو خارج کردید از توافق پاریس و از چندین توافق و همینطور کارهایی که اوباما انجام داده بود ما رو خارج کردید. شما چی کار کردید در این 4 سال در مورد تغییرات اقلیمی؟ من خواستار هوا و آب تمیز هستم برای مردم. اگر به آمار ما نگاه کنید، ما الان عالی داریم کار میکنیم، ولی من بیزنس هامون رو دامبود نکردم. اگر شما به توافق پاریس نگاه کنید، یک فاجعه بود از نقطه نظر ما و مردم خیلی خوشحال بودن برای اینکه بیزنس های ما الان دارن خوب عمل میکنن. اما در مورد آتش سوزی ها، شما نیاز داریم به مدیریت جنگل ها. الان جنگل ها پر از درخت هایی است که مردن و مدت هاست اونجا هستن و جمع نشدن و این برگ ها و بقیه، خب اینها همه خطرناکه. شما نیاز به مدیریت خوب دارید برای جنگل ها. در مورد علمی که تغییرات اقلیمی رو تایید میکنه چه میگید؟ من معتقدم که باید هر کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه هوا و آب پاکیزه داشته باشیم. ما الان داریم 1 میلیارد درخت میکاریم، پروژه 1 میلیارد درخت. شما معتقد هستید که انسان ها کارهایی که انجام میدن باعث گرمتر شدن زمین شده؟ فکر کنم عوامل زیادی هستن، بله تا حدی، اما ما باید مدیریتمون رو بهتر کنیم. مدیریت جنگل ها، هر سال به من تلفن میکنن، آره کالیفرنیا داره میسوزه. اگر جنگل هاشون رو تمیز کنن، اگر مدیریت جنگل ها بهتر بشه، این همه تلفن به من نمیکنن. ببینید، تو اروپا این همه جنگل دارن، جنگلاشون رو حفظ میکنن، مدیریت میکنن. من با یک رئیس یک کشور مهمی بودم و اون به من گفتش که آقای رئیس جمهور، ما درختایی داریم که خیلی خیلی مشتعل شدنشون آسان‌تره، اما این مشکلات کالیفرنیا رو نداریم. بهش گفتم برو با فرماندار کالیفرنیا حرف بزن. شما نمیتونید هر سال صدها هزار هکتار زمین شما میسوزه و میسوزه به خاطر مدیریت بد. ولی شما به علم تغییرات اقلیمی اگر اعتقاد دارید، چرا طرح هوای تمیز اوباما رو که قرار بود دی اکسید کربن رو، برای اینکه داشت قیمت انرژی رو داشت گرون می‌کرد، چرا شما استانداردهای مربوط به بنزین رو کاهش دادید؟ نه واقعا نه. اتفاقی داره میفته اینه که الان ماشین هایی که دارن تولید میشن خیلی ارزون تر هستن و خیلی ایمن تر هستن و به خاطر قیمت ماشین ها که پایین تر میاد، شما 2-3 برابر داریم ماشین میفروشیم. بنابراین ماشین های قدیمی که آلوده تر بودن دارن از بازار خارج میشن، ماشین های ارزون تر و ایمن تر. ولی در مورد کالیفرنیا نمیشه اینو گفت. ما خیلی از ماشین ها از بازار خارج میشن وقتی که مردم نتونن پولشو بپردازن. خیلی از افراد با من موافقن. ماشین ها انقدر گرون شده بودن برای اینکه کامپیوتر میذاشتن هر گوشه ماشین رو برای اینکه یک مقدار بنزینشو بسنجن. و من با ماشین های برقی هم مشکلی ندارم، خیلی هم مشوق گذاشتم برای ماشین های برقی، اما کاری که در کالیفرنیا کردن جنون‌آمیزه. آقای بایدن، میخوام پاسخ بدید به سابقه آقای رئیس جمهور در مورد تغییرات اقلیمی. شما 2 میلیارد دلار گذاشتید برای اینکه کارهایی در زمینه تغییرات اقلیمی ایجاد بکنید، تمام بکنید، استفاده از سوختهای فسیلی رو، و گفتید که تا سال 2050 دیگه دی اکسید کربن تولید نخواهد کرد کشور، ولی رئیس جمهور میگه که کار ایجاد کرده با کنار گذاشتن اونها. اول از همه حرفش کاملا اشتباه است. شماره 2، وقتی من معاون رئیس جمهور بودم موفق شدم که بهای انرژی پاک رو بیارم پایین به همون قیمتی که نفت و زغال سنگ در بازارها ارائه میشه. هیچ که اجازه نخواهد داشت دوباره یه دونه پالایشگاه بسازه یا یه کارخونه زغال سنگ. همه از انرژی پاک استفاده خواهند کرد. نکته بعدی، ما از ناوگان فدرال استفاده خواهیم کرد و این ناوگان رو یک ناوگان برقی خواهیم کرد با 500 ایستگاه تأمین برق، با اتوبان‌هایی که در آینده خواهیم ساخت. ما اقتصادی خواهیم ساخت
که این امکان رو به ما خواهد داد که بتونیم 4 میلیون خانوار رو برداریم که در برابر نوسانات تغییرات آب و هوایی مقاوم باشن و بتونن که حرارت رو در داخل خودشون نگه دارن. ما کارهایی داریم میکنیم که هزاران شغل بیشتر ایجاد بکنیم. ما میتونیم کربن صفر بشیم به لحاظ تولید کربن تا سال 2035 بدون اینکه شغلی رو از دست بدیم، برعکس شغل‌های زیادی رو ایجاد بکنیم، نه شغل‌هایی که با 15 دلار در ساعت بخوان با حداقل دستمزدها کار بشن، با ایجاد زیرساخت‌هایی که سبز باشن. اولین کاری که خواهیم کرد اینه که بله، من به توافق پاریس دوباره ملحق خواهم شد. یعنی که ببینیم ما از توافق پاریس خارج شدیم چه اتفاقی افتاد؟ این توافق ضعیف شده. اما با کسی که هیچ ارتباطی با سیاست خارجی نداره، شما ببینید که الان در برزیل جنگل‌ها داره از بین میره و تخریب شده. اون جنگل‌های برزیل بیشتر کربن‌های بیشتری جذب می‌کنه تا کربنی که ما داریم الان تولید می‌کنیم. اما من کاری خواهم کرد که کشورهای مختلف بتونن، بهشون مشوق میدم، مثلا 20 میلیارد دلار میدم بهشون، میگم که تخریب جنگل رو متوقف بکنید، برای اینکه این جنگل ها کربن بیشتری رو جذب میکنن. اگه این کار رو نکنید با پیامدهای اقتصادی مواجه خواهید شد. در مورد این بحثی که آقای ترامپ گفت، که گفت شما باید منافع اقتصادی و منافع اقلیمی رو در نظر بگیرید، چیزی نگفته. الان فقط میخواد بگه که متان مثلا مشکلی نیست. شما الان میتونید متان بیشتری تو هوا بفرستید. متان این آدمی هستش که بهش میگه که نباید هیچ استاندارد زیست محیطی برای خودروها داشته باشیم. این درست نیست؟ نه. همش واقعیت داره. ببینید، اولا این پیشنهاد جدید آقا 2 میلیارد هم نیست، 100 تریلیون دلار. این در واقع احمقانه ترین، مضحک ترین برنامه است که تمام بیزنس ها، تولید کننده های اتومبیل و هواپیما رو ورشکست میکنه. یک پروژه 100 تریلیون دلاریه، پولیه که کشور ما 100 سال هم بگذره همچی پول رو نخواهد داشت که خرج کنه. صبر کن، من در واقع طرح شما رو خوندم و نشون میده که شما مثلا میخواید 400 میلیون خونه رو دوباره بازسازی بکنید، خونه های مدرن و عملا که به لحاظ انرژی خیلی پیشرفته هستند. اون چیزی که رئیس جمهور گفت که به نظر میرسه که این طرح شما خیلی پول زیادی احتیاج داره. که میفته اینه که شغل ها، هزاران شغل و میلیون ها شغل ایجاد خواهد کرد. این نمیتونه بذاره من حرفمو بزنم. ببینید، واقعیت اینه که میلیون ها شغل خوب و درآمدهای خوب ایجاد خواهد کرد. مشوق های مالیاتی میده که خونه هاشون رو مقاوم بکنن در برابر نوسانات آب و هوایی. اقتصاد ما رو امن‌تر می‌کنه. ببینید الان ما چقدر داریم پول میدیم به خاطر رسیدگی به خسارت های گردبادها. این ببینید، این اومد گفتش که خب میگه من متخصص گردباد هستم، گفتش که بمب اتم بندازیم گردبادو میتونیم خاموشش بکنیم. ببینید، ما در موقعیتی خواهیم بود که میتونیم شغل‌های بسیار خوب و محکم ایجاد بکنیم و همزمان محیط زیست تمیزی داشته باشیم. ما میلیاردها دلار داریم خرج میکنیم برای رسیدگی به خسارت‌های طوفان‌ها، خسارت‌های سیل‌ها. ببینید در غرب کشور چه اتفاقی افتاد. طوفان‌هایی که اومده کاملا یک محله رو در آیوا از بین برده. قبلا اتفاق نمی افتادش، اما الان به خاطر داغشن حرارت زمین اتفاق داره میفته. ما 15% این مشکل رو ایجاد کردیم. ما باید کاری بکنیم که بقیه دنیا همراه ما بشیم. برای همینه که ما باید برگردیم به توافق پاریس. خب کریس، چرا قبلا نکردی این 47 سالی که قبلا بودی بر سر کار، معاون رئیس جمهور بودی؟ الان چین، روسیه، هند همه دارن آلودگی رو وارد جو میکنن، فقط ما باید کار خوب بکنیم. 100 تریلیون دلار پیشنهادشون، این برنامه من نیست، این دروغه. میخوان هر ساختمون رو دوباره بسازن از اول. بذار این یه چیزی گفت راجع به ارتش، بذار بگم. ایشون و دوستانش همچین چیزی رو از خودشون درآوردن و بعدم ادامه دادن. اینم حقیقت نداره. این بخش تموم او شده. او گفتش که اینها احمق هستن، اعضای ارتش ما. گفتی که اینها احمق هستن. تو گفتی. من هرگز همین چیز نخواهم گفت راجع به ارتشمون. بفهمید.
فیلمش هست. سوال آخرشون رو جواب بدید. سوال آخر اینه که انقدر همجور سوال پرسه، همجور لیست پرسیده، اصلا من دیگه آدم یادم نیست چی گفت. در مورد این بود که اقتصاد و این که چطور اقتصاد این طرح جدید و این که طرح پیشنهادی سبز طرحی هستش که خودش خرج خودشو میده. ما نیروگاه‌های نخواهیم ساخت که آلاینده باشن. ولی شما این طرح من طرح حمایت نمی‌کنید سبز. اون چی که من حمایت میکنم طرح بایدن هست، طرحی که خودم ارائه دادم، و این فرق داره با اون چی که اون میگه طرح رادیکال چپه. آقایون، بخش آخر، سلامت انتخابات، میلیون ها نفر برگه های انتخاباتی رو دریافت کردند و زود رای دادن. چقدر باید اطمینان داشته باشین که این انتخابات عادلانه ای خواهد بود و اینکه شما چه کارهایی در طول چند هفته آینده انجام خواهید داد؟ چون در روز انتخابات فقط نخواهد بود، بعد از روز انتخابات هم این شمارش همچنان ادامه داره. آماده هستین چه کاری انجام بدید که اطمینان بدید به مردم آمریکا که رئیس جمهور بعدی آمریکا رئیس جمهوری خواهد بود که مشروعیت خواهد داشت؟ ما اجازه خواهیم داد که مردم رأی بدن، برن به iowa.com برن و اونجا یاد بگن که چجوری بتونن رأی بدن. خود معاون وزارت کشور و همینطور سرپرست FBI گفت که هیچ مدرکی ما نداریم که آراء پستی میتونه زمینه تقلب رو فراهم کنه. این حرفی که اونا زدن، میلیون ها آدم هستن که به خاطر بحران کرونا از طریق پست رای میدن، همونجوری که خود اینم رای میده. اون خودش میشنه پشت میزش و بعد رایش از طریق پست به فلوریدا میفرسته. نکته بعدی اینه که ما کاری خواهیم کرد اونهایی که میخوان شخصا هم رای بدن بتونن برن تو حوزه رای گیری رای بدن. ناظران اونجا هستن که فاصله گذاری اجتماعی رو اطمینان حاصل کنن که رعایت بشه و تا زمان لازم رای گیری این حوزه ها باز بمونن. تمام تلاشایی که اون انجام میده اینه که نظر مردم رو باز بداره از رأی دادن، برای اینکه میدونه اگه اکثر مردم رأی بدن اون موقع به ضرر خودش تمام میشه. شما برین رأی بدین و نتیجه انتخابات رو تعمیم بکنین. رأی بدین. اگه میتونین زودتر رأی بدین در ایالت خودتون، برین رأی بدین. اگه شخصا میتونین رأی بدین، هر جوری که برای شما راحت هست برین رأی بدین، برای اینکه اون نمیتونه جلوی شما رو بگیره. این آدم نمیتونه تعیین بکنه که نتیجه انتخابات چی باشه. وقتی رای گیری ها شمرده بشن، وقتی شماره شعارها تکمیل بشه، ما اون رو میپذیریم. اگه من ببرم میپذیرم، اگه ببازم میپذیرم. اما این گفت که نمیدونه، مطمئن نیست که قبول میکنه نمیکنه، اصلا مهم نیست، برای اینکه اگر ما رای رو ببریم این باید بره، نمیتونه بمونه تو قدرت. برای همین رای بدین، فقط مطمئن باشید. ببینید، شما میتونید سرنوشت خودتون رو، سرنوشت کشور خودتون 4 سال آینده تعیین بکنید. آیا میخواین کشورتون رو عوض بشه یا میخواین 4 سال دیگه با این دروغ‌ها زندگی کنید؟ آقای رئیس جمهور، 2 دقیقه. وقتی من به حرف جو گوش میدم که راجع به انتقال قدرت حرف میزنه، انتقال قدرتی از زمانی که من رئیس جمهور شدم، اگر به هیلاری نگاه کنید، اون موقع هم انتقال قدرتی در کار نبود. برای اینکه وقتی که من رئیس جمهور شدم، اومدن سعی کردن کودتا کنن، از روز اول اومدن مانع تراشی کردن، اومدن به من حمله کردن. ببینید که اونها یک فاجعه بودن، هیلاری و هم قطارانش، و ما همه اینها رو فاش کردیم، همشون رسوا کردیم، فیلمش رو داریم. تو خودت قانون لوگان رو علیه جنرال فلین، ایدش از تو بود. و بعد پرزیدنت اوباما توی دفتر ریاست جمهوری نشسته بود و میخواستش که مانع از رسیدن ما به قدرت بشه. ولی تو برای من صحبت از انتقال قدرت مسالمت‌آمیز و آزاد نکن. اما وقتی که مردم تقاضای رأی پستی میکنن مشکلی نیست، وقتی که مردم میخوان که بهشون رأی پستی فرستاده بشه. اما اینا میلیون ها برگه رأی رو همینجوری بدون اینکه کسی تقاضا کرده باشه واسه شون میفرسته، و اینجاست که تقلب هست. و همین چند روز پیش دیدیم که یکی از این برگه‌های رأی که اسم ترامپ روش بود در یک سطل زباله پیدا شده بود. بعضی وقتا دوتایی میفرستن، چند تایی میفرستن به مناطق دموکرات نشین. بنابراین این یک تقلبی خواهد بود که در تاریخ شاهد نبودیم. و میبینیم که شما ببینید که کی برنده انتخابات خواهد بود. من فکر میکنم که ما برنده خواهیم شد، چون مردم راضی هستن از کاری که کردیم، از عمل کرده ما.
ببینید چه اتفاق افتاد در منهتن، ببینید در نیوجرسی چی شد، در ویرجینیا، جای دیگه. اینا 2% و 1% از دست نمیدیم که تازه هم خودش کمه. 30%، 40% دارن از دست میدن و این واقعا باعث شرمندگیه. شما باید تا تاریخ 10 نوامبر رأیتون برسه. 10 نوامبر، یعنی 7 روز بعد از روزی که انتخابات تموم شده از نظر تئوری. بنابراین این یک مشکل هست. دو دقیقه. همه این ایالت ها هم در ضمن تحت ترامپ حکومت دموکرات هستن. جواب خواهید داد، ادامه خواهید داد. شما ماهاست که میگید رأی‌گیری پستی تقلب درش میشه، در نهایت منجر به تقلب خواهد شد، ولی در 2018 30 میلیون نفر رأی پستی دادن، یک چهارم آرا که رأی پستی دادن. حالا که میلیون ها برگه رأی رفته بیرون، چیکار میخواییم بکنین؟ و آیا دارید حساب میکنید روی دیوان عالی و قاضی برت که این مسئله رو حل بکنن؟ بله، من امیدوارم که نیاز به دادگاه عالی نداشته باشیم، ولی روشون حساب میکنم که به همه مسائل نگاه کنن. برای اینکه اتفاقی که داره میفته باور نکردنیه. همین امروز دیدم که دست کم 1% آرای سال 2016 باطل شده بودن. میگم خب من از این خوشم نمیاد، میندازنشون دور. برگه رأی رفته بیرون. کاری که باید بکنیم اینه که اگر کسی تقاضا کنه، دارم در مورد این حقیقت ازتون میپرسم که میلیون ها برگه رأی رفته بیرون. برن رأی بدن. میلیون ها برگه رأی دارم میگم رفته بیرون. کریس، یا تقاضا میکنی که رأی پستی برات بفرستن و برات میفرستن و بعد تو دوباره پستش میکنی، یا نه. ببین وست ویرجینیا چی شد. دارن میفروشن، دارن میندازن تو رودخونه این برگه‌های رأی ها. اینا اتفاقای خیلی ناگواریه. این پایان خوشی نخواهد داشت. این پایان خوشی نخواهد داشت. 5 ایالت که رأی پستی که 10 سال 5 ایالت هستش که دارن با رأی پستی انتخابات رو برگزار میکنن. دوتاشون جمهوری خوان هستن. شما نباید تقاضا بکنی به خونه شما به هر حال این برگه ها فرستاده میشه. ما فقط داریم میگیم برای آرم پستی روس داشته باشه تا روز انتخابات. داریم میگیم که اگه به شما برسه 7 روز بعد از انتخابات باید بتونی رأی بدی. اون فقط میترسه که مردم بهش رأی ندن. مثلا با همین مسئله ادامه داد آقای بایدن. کریس، انقدر اشتباه میکنه که قطع نکنه. آقای بایدن، مشکل بزرگی که ما داشتیم در مورد برگه‌های رأی‌گیری پستی تقلب نبوده به صورت تاریخی. تعداد زیادی، صدها هزار برگه رأی دور ریخته شده برای اینکه مثلا به درستی پر نشده بوده یا مشکلات دیگه وجود داشته. ولی سوالی که ازتون دارم، آیا نگرانی دارید که دیوان عالی و قاضی برای مسئله رو سخت‌تر کنن؟ بله، من نگران هستم که دادگاه بخواد وارد این قضیه بشه. برای اینکه شما وقتی برگه پستی میگیرین پرش میکنین، شما باید یک شاهد داشته باشین که بتونین بگه این من هستم. شما اگه باید بتونین نشون بدین که شما بودین قبل از اینکه بخواید برگه دور بندازین، این باید کافی باشه که این رأی شمارش بشه. یعنی که یک کسی یه اشتباهی کرده، این که به چه کسی رأی داده بتونه شهادت بده، بعدم بتونه بگه این خودش بوده، این هیچ اشکالی نداره. نه. کریس، 80 میلیون برگه رأی رو میفرستن به سراسر کشور و همین الان داره این اتفاق میفته. آقایون خواهش کن، سوال آخر. 80 میلیون برگه. ما همینجوری میتونیم حرف بزنیم در 8 ایالت کسانی که در انتخابات کار میکنن جلوگیری میشه ازشون که حتی بتونن اجازه داشته باشن که دست بزنن به برگه های رأی تا روز انتخابات. و همین دلیل این نشون میده که به دلیل اینکه تعداد برگه های پستی زیاد خواهد شد، نمیدونیم که تا اون شب انتخابات چقدر ممکنه چند روز طول بکشه، چند هفته طول بکشه. نمیدونیم انتخابات رئیس جمهور چه خواهد بود. اول سوال برای شماست و امیدوارم کسی حرف اون یکی رو قطع نکنه. آیا شما از کسانی که حمایت میکنن شما میخواید ازشون که آرام بمانند و در به هیچ شما تظاهراتی انجام ندن؟ و شما آیا اعلام میکنید که اعلام پیروزی نخواهید کرد تا زمانی که رأی‌گیری و شمارش تمام بشه؟
من از طرفدارا میخوام که برن به حوزه های رای گیری و خیلی با دقت نگاه کنن. من همونطور که میدونی امروز یه مشکل بزرگ داشتیم در فیلادلفیا. رفتن نگاه کنن، بهشون میگن ناظران رای، میرن اونجا و اخراجشون کردن، انداختنشون بیرون. نمیخواستن که نشون ببینن اینا چه اتفاقی داره میفته، چون اتفاقای بدی داره میفته در فیلادلفیا. من از طرفدارا میخوام، امیدوارم که انتخابات آزاد و منصفانه باشه. من 100% خواهان انتخابات منصفانه هستم، ولی وقتی صدها یا ده ها هزار برگ رای دستکاری میشه، من نمیتونم بپذیرم. یعنی چی؟ ممکنه که یک انتخابات تقلبی باشه. چی کار میخوایم بکنیم؟ این افراد نمیتونن با این قضیه برخورد کنن. چرا؟ تقلب میکنن. برگ رای دیدن توی سطل زباله افتاده بود. همین سه روز پیش برگه رای ارتشیاب بود، اسم ترامپ روش نوشته شده بود. فکر می‌کنی این خوبه؟ بایدن، سوال آخر برای شما. آیا از طرفدارانتون میخوان که آروم بمونن در زمانی که آرا داره شمارش میشه و خودتون هم اعلام پیروزی نکنید تا قبل از اعلام نتایج؟ بله بله، ما برگه ها رو میشماریم. همونطور که شما گفتین، بعضی از این برگه ها در بعضی از ایالت ها تا روز انتخابات نمیشه باز بشه. بنابراین شمارش هزاران رای طول میکشه. فراموش نکنین ارتش ما، نیروهای مسلح ما، از بعد از جنگ داخلی آمریکا 200 سال پیش، اونا دارن از طریق رای پستی رای میدن. چرا برای اونها تقلب به حساب نباید بیفته؟ پروسه همون پروسه هستش. هیچکی تا حالا نتونسته ثابت بکنه که در ارتباط با رأی پستی تقلب اتفاق میفته یا پروسه همین الان مشخص شده. از شما پرسیدم، شما وقتتون داشتین. آقای بایدن بفهم، این اصلا نمیدونه راجع به چی داره حرف میزنه. ببینید، واقعیت اینه که من میپذیرم نتیجه انتخابات رو، اونم میپذیره. میدونید چرا میپذیره؟ برای اینکه وقتی برنده اعلام بشه بعد از شمارش همه آرا، تمومه، قضیه تمومه. اگه من برنده بشم نداره، اگه من نباشم از نتیجه انتخابات میکنم. من یک رئیس جمهور فقط برای دموکرات ها نخواهم بود، من رئیس جمهور دموکرات ها و جمهوری خواهم بود. اما این آدم، من میخوام که شمارش آرا منصفانه باشه. تمام شد، این پایان شمارش آرا باید منصفانه باشه. مناظره است. خیلی ممنون. ادامه خواهد داشت، مناظره های بیشتری رو خواهیم داشت. آقای ترامپ و آقای بایدن، یک ساعت و نیم جالبی بود. ممنونم از هر دوی شما که شرکت کردید در این مناظره. شما، ما میخواییم از کیس وستن یونیورسیتی تشکر بکنیم که میزبان ما بودند. مناظره بعدی یک هفته بعد خواهد بود، 7 اکتبر در دانشگاه یوتا، و اونجا هم میبینیم که نامزدهای و همینطور معاونان نامزدهای انتخابات اونجا هم قرار هست که مناظره داشته باشند. تا اون موقع خداحافظ، شبتون بخیر.